دعوت کردم از جناب دکتر عطابکی، پژوهشگر ارشد آکادمی سلطنتی هلند از آمستردام، و همینطور جناب دکتر زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران، تا به این موضوع بپردازیم که چه بیمها و امیدهایی پیش روی اعتراضات سراسری مردم ایران و از سمتی وضعیت جمهوری اسلامی قرار داره. خب من دعوت ساتید بزرگوارم که اگر اینترنت یاری بکنه بحث رو خیلی زود آغاز بکنه. آقای دکتر، عرض سلام و احترام. عرض ادب دارم، احترام دارم خدمت شما، خدمت جناب آقای دکتر زیبا کلام و تمام مخاطبانتون، بینندگان. اجازه بدید که جناب دکتر بخشیتی بگم که حالم خوش نیست. حالم خوش نیست نه به خاطر اینکه بیمارم و یا بیماری زمینه‌ای دارم. حالم خوش نیست به خاطر آنچه که در میهنم داره میره. ما روزهای بسیار بسیار تلخی رو داریم پشت سر میذاریم. در این روزهای اخیر ما شاهد کشتاری بودیم در شهرهای گونگون ایران، از کردستان تا لرستان تا شرق و غرب، همه به فرمان ولی فقیه آقای علی خامنه‌ای و به دست گزمه‌های جمهوری اسلامی، به دست آتش به اختیارها. و من واقعا نمیدونم که این سوگواری رو چگونه بتونم با خشمم توام نکنم. من خشمگینم به خاطر اینکه اعتراضات بسیار بسیار مسالمت‌آمیز این جوانها این گونه به خاک و خون کشیده داری میشه و هیچ کس مسئولیت این رو هم قبول نمیکنه. و ما با یه جامعه‌ای هستیم، جامعه‌ای بسیار پرتحرک، رو به آینده، نگاه بسیار بسیار آینده نگری داره، سرشار از امید و شوق و برابری و برادری، و که هیچگاه در تاریخ معاصرمون تا این درجه ما تجربهش نکرده بودیم. و حالا پاسخ همه اینها این کشتار عظیمیه که به راه افتاده. من واقعا نه به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک پدر سوگوار کیانم. تمام روز گذشته من به یاد کیان بودم، به یاد آرتین بودم، پیشتر به یاد مهسا، به یاد خدا نور. تا کی میخواد این چرخی در حقیقت وحشت، خشم، کشتار عظیم در برابر این مردمی که این نظام رو نمیخوان، بارها و بارها جا به جای ایران فریاد زدن که این نظام رو نمیخوان، تا کی باید این چرخه خشونت در حقیقت ادامه داشته باشه؟ من واقعا میدونم که الان مخاطبان اینجا هستن که صدای من رو دارن میشنون، و میدونم که بسیار بسیار قابل احترام هستن، ولی این رو هم میدونم که هستند شاید ماموران خفیه ای که این گفتگوها رو بشنوند، دارن میشنوند، یا اینکه بچه ها این فیلم رو ببینند و برگی بر پرونده قطور نافرمانی شما، من، دکتر زیبا کلام و همه بیفزایند. فقط اجازه بدید از همینجا خطاب به اینا بگیم که من بگم که دور نیست اون روزی که من پیروزی این مردم رو میبینم و پایان این جمهوری ولایی فقاهتی میلیتاریستی رو، و دور نیست که روزی رو میبینم که به یاد تمام این بچه ها، به یاد آیلار، آرتین، خدا نور، مهسا، خیابانهایی در گوشه و کنار ایران نامگذاری خواهد شد به نام اینها، به جای اون جلادانی که نامشون روی این خیابان ها هست. ما خیابان کیان خواهیم داشت، خیابان آیلار خواهیم داشت. اون روز دیر نیست. بترسید از خشم این مردم. این مردم مردمی بسیار بسیار توانمندند و در تاریخ معاصر ما نشون دادند که بره نیستند. اگر قرار بود رمه باشند و با گزمه ها به راحتی کنار بیان، ما انقلاب مشروطیت رو و تمام این تحولات 150 سال گذشته رو نمی داشتیم در تاریخ معاصر. من اجازه بدید بگم که وقتی که شما منو دعوت کردید،
تردید داشتم که در این گفتگو شرکت کنم، ولی به احترام شما که ارادت دارم خدمت شما بسیار زیاد، سلامت آمدم. این تردید من به این خاطر بود که من با جناب دکتر زیبا کلام گفتگو داشتم پیشتر هم، و خب اگر قرار باشه که دکتر زیبا کلام همچنان کاسه من چه کنم رو در دست بگیرند و بگن که به نقد بسیار جانانه وضعیت موجود بنشینند، ولی از این وضعیت گزینه ای رو برای خروج از این وضعیت ارائه نکنند، خب گفتگوی بی حاصلی خواهد شد. من بارها نزد شما در این برنامه، در برنامه ها رسانه های دیگه اشاره کردم به روشنی که کجا ایستادم. من تغییر این نظام رو میخوام. من این زمینه که با یک قتل حکومتی آغاز شد به اعتراض رفت و بعد به یک جنبش انقلابی رو بسیار درست میدونم. من پایان نظام جمهوری اسلامی رو بسیار درست میدونم. من بهروزی این مردم رو میخوام و برای این حرکت اعتراضی رو ارج میذارم، به احترام میذارم و ستایش میکنم. من جدایی دین از دولت رو میخوام از طریق همین مبارزات مدنی که ما داریم. این رو بارها گفتم. اما اگر قرار باشه باز بنشینیم و اشاره کنیم که این اتفاقات منجر به سوریه شدن ایران خواهد شد، تجزیه ایران خواهد شد و از این دست، و هی بگیم که این به هر صورت خشونت این خشونت دنبالدار رو تشدید خواهد کرد، به جایی نخواهیم رسید. من دوست دارم که از جناب دکتر زیبا کلام حرفای نو بشنوم، ببینم که این تحولات دو ماه اخیر چه تغییری در نگرش ایشون به جامعه ما، به تاریخ ما، به آینده ما ایجاد کرده. من نمیخوام بشنوم که ایرانیان در این وضعیت در یک آشمز تاریخی قرار گرفتن و دوباره نوید رفتن به پای صندوق‌های رأی رو به اینها بدیم. این بار این ستایش صندوق‌های رأی رو ما بارها و بارها شنیدیم. از سوی صندوق‌های رأی این بار یکی دیگه از خاندان‌های حکومتگر ایران بیرون بیاد و ما بگیم تمام شد. این رو ما ستایش می‌کنیم. نه، بعد اجازه بدید که روشن بگم که اگر قراره که به این بحث‌های تکراری برسیم، من از محضر شما، از محضر دکتر زیبا کلام پوزش خواهم خواست و همینطور از تمام بینندگانتون، و با احترام تمام که برای همه دارم و برای بینندگانتون دارم، این جلسه رو ترک خواهم کرد و خواهم رفت. مگر اینکه به جد بنشینیم بگیم که چرا این اتفاقات داره میفته و مسئولیت اصلی با کیست و چگونه باید به این نقطه پایان گذاشت. سریع بدون هیچ گونه پرده پوشی. خب با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان عزیزمون، شنوندگان، و عرض سلام و ادب خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر عطاوکی، من البته همه مطالب ایشون رو نشنیدم، ولی خیلی با عقاب و خطاب و عرض کنم که لحن خیلی تند، و که اگر شما میخواید به اون افکار و عقاید گذشتتون همچنان به اونها باور دارید، من ترک میکنم جلسه رو، یعنی این به اصطلاح همین برنامه‌ای که داریم، و با میرم. حالا من فکر میکنم من فقط چیزی که میتونم بگم این هستش که انقلابیون سال 57 قبل از انقلاب وعده های خیلی زیادی میدادن، یعنی به اصطلاح خیلی دنیایی که توصیف میکردن که بعد از سقوط رژیم شاه برقرار خواهد شد، پر از آزادی و دموکراسی و و و و و خواهد بود. اونی که اونجوری وعده آزادی و دموکراسی و احترام به حقوق انسان ها رو میداد، این جمهوری اسلامی از آب در اومد.
حالا این که هنوز نه به داره نه به باره اینجوری دارن فلواقع رو خط آتش گذاشتن همسال جناب آقای دکتر عطاوکی، خیلی باعث تأسفه. علال قاعده اگر کسی نظری داره اون نظر رو میاد استدلال میکنه، آقای دکتر عطاوکی میتونن پاسخ بدن، میتونن پاسخ ندن، میتونن شرکت بکنن نکنن، ولی اینجوری که شقدر اولدور معاوانه و دیکتاتور معاوانه برخورد بشه، من فقط متاسفم از یک استاد دانشگاه و یک چهره و شخصیت آکادمیک که اینقدر کم ظرفیت باشند برای بحث و گفتگو. خب حالا اگر که موافق باشین اجازه بدید من این نکته بگم در حاشیه صحبت ایشون. آقای دکتر زیبا کلام، این واژه قلدر مآبانه و دیکتاتور مآبانه رو خواهش میکنم شما استفاده نکنید. شما آشنا هستید با پیشینه من، با نگاه من، و متاسفم که این واژه ها رو استفاده میکنید. من به هیچ رو باب گفتگو رو با کسی نبستم و هیچ وقت نگفتم که نمیخوام حرف کسی رو بشنوم. اشارم برای این بود که این ملال خاطره و این توهین به مخاطبان که اگر ما اینجا بنشینیم باز حرفهای گفته رو هیچ تکرار و تکرار بکنیم. ما اگر حرف نوی داریم میتونیم حرف نوی رو بزنیم، اگر حرف نوی رو نتونیم میتونیم خاموش بنشینیم. و این رو من بارها و بارها در زندگی خودم تجربه کردم، ماها خاموش بودم به خاطر اینکه حرفی نداشتم. اگر کسی هم از من دعوت میکرد برای یک گفتگو میگفتم چون حرفی ندارم خاموش میشینم. بنابراین من باید مشق شبم خوب انجام بدم. اگر مشق شبم خوب انجام بدم پای گفتگو میشینم، وگرنه گفتگو برای گفتگو نیست، گفتگو برای رفتن از این نکبتی است که در حال حاضر ما داریم تجربه میکنیم، از این کشداری که ما داریم تجربه میکنیم. و ما حتی حداقل شما به من که شاگرد تاریخ اجتماعی هستم، شما که عالم علوم انسانی هستید، علوم سیاسی هستید، باید بدونید که سهم شما برای ارائه گزینه‌ای برای خروج از این وضعیت چه خواهد بود و چه گزینه‌ای شما ارائه میدید. ما اگر بنشینیم آقای زیبا کلام اینجا و شما باز به من بگید که من میترسم ایران سوریه‌ای بشه، میترسم ایران تجزیه بشه، میترسم این موان بشه، و شما دعوت کنید بگید که باید بریم پای صندوق رای و این صندوق رای کعبه آمال است، خب من چه چیزی دارم جناب زیبا کلام بگم اینجا؟ من باید خاموش بشینم بگم مدینه باد به اهل مدینه ارزانی، خداحافظ شما. در اینجا من هیچ قلدرم و آبانی هم نمیبینم، هیچ دیکتاتوری هم نمیبینم، یک رفتار بسیار پاسیفیستی که خداحافظی میکنم با احترام تمام به شما و به جناب دکتر بخشیتی عزیز، و میگم مدینه باد به اهل مدینه ارزانی. شما باشید، گفتگو کنید، گزینه های خودتون رو تکرار کنید. اما اگر قرار چه یک ساعت اینجا با بشینیم و باز به داستان همیشگی و تکرار همیشگی بپردازیم، چه آخر چه سودی، چه سودی نصیبمون میشه؟ این پرسشی است که من برای شما واقعا پرسش صمیمانه است که من جناب با کلام در برابر آقای دکتر عطاوکی عزیز، من نمیدونم که آیا مطالبم جدید هستش یا قدیم هستش یا کهنه هستش یا تکراری هستش، همچنان که مطالب شما رو نمیدونم که آیا جدید هستند یا قدیم هستند یا تکراری هستند. من فکر کنم همچی شرط رو بی گذاشتن برای یک بحث، حالا اسمش رو هرچی بذاریم، من حقیقتش حالا ندیده بودم این مدت. من چهار تا برنامه شما رو پیلافاسی دیدم جناب زیبا کلام، بین المللی در خدمتون بودیم، ولی من تو اونجا که میدونم این یه شیوه جدیده که نه به هیچ وجه نیست، این نگرانی منه جناب زیبا کلام، این نگرانی من. اگر بخواید همون مطالب قدیم رو تکرار بکنی، خب این آدم میتونه تو هر کنفرانسی، تو هر سمیناری، تو هر نشستی بیاد مطرح بکنه، بگه که اگه حرف جدید هست من هستم، اگه حرف جدید نیست خداحافظ شما من رفتم. من فکر کنم
آقای دکتر بخشید اگه اشتباه نکنم فکر کنم یه ماه پیش بود دو ماه پیش بود که اتفاقا با خود آقای دکتر عطابکی با یه این همین برنامه رو داشتیم. من اتفاقا میخواستم که اگر که موافق باشید، چون ما یه بحثی رو داشتیم چند ماه پیش بود روی بحث این که آیا جمهوری اسلامی در مسیر فروپاشی شوروی قرار داره، و خب خیلی جاها در واقع دیدگاه شما و آقای دکتر عطابکی اصلا با هم دیگه یکی بود که این راهی که اینها دارن میرن سرانجامش خب مشخصه، اما آخر اون بحث یک در واقع تفاوت دیدگاهی وجود داشت و اون نقطه‌ای بود که ما رسیدیم به اعتراضات خیابانی، و خب مشخصا چون حالا این بحثا رو ما با افراد مختلف هم دنبال میکنیم، مثلا موضوعی بود که خب خانم هاشمی هم که توی برنامه دیگری در ادامه همون گفتگویی که داشتیم، خب ایشون مشخصا رو همین که نافرمانی های مدنی روی این که خانم ها حجاب رو بردارن روی بحث خود اعتراض های خیابانی بود. من فکر میکنم که با توجه به این که امروز به هر حال همه ما ناراحت هستیم از این افرادی که دارن کشته میشن توی جامعه ایران، واقعا همه ما به نوعی عزاداریم. حالا ممکنه که هر کسی با یک روی کردی داره تلاش میکنه که خیلی هم بذر ناامیدی یا بذر ناراحتیش رو منعکس نکنه، که مردم امیدوار باشن به این امید که به هر حال از این خشونت، از این فضایی که وجود داره عبور بکنیم. یعنی من فکر میکنم چه آقای دکتر عطابکی، چه شما خودتون آقای دکتر که توی تهران هستین و خیلی چیزها رو عینی دارین میبینین، هر کدوم از ما روزانه حداقل من و آقای دکتر عطابکی که بیرونیم خب پیام‌هایی رو دریافت میکنیم که برای چه کسی چه اتفاقی افتاده، شما هم که داخل تهران هستین، من فکر میکنم همه ما یک شرایطی رو داریم و این ناراحت هستیم از وضع موجود. اما یک نکته‌ای که وجود داره، خب الان کسانی که دارن این برنامه رو میبینن، من فکر میکنم که برای اونها شاید خیلی خوشایند نباشه که دو در واقع استاد که نخبه سیاسی هستن، نگاه خیلی از مردم در واقع هست که اونها امروز میخوان چه باید کردهایی رو ارائه بدن. من از ساحت شما عذرخواهی میکنم، هر دو استاد بزرگوارم، اما فکر میکنم که اگر اجازه بدید یک بحث در واقع پراگماتیسمی رو ما امشب رقم بزنیم که واقعا چه باید کرد، که واقعا اینکه همه ما میدونیم که یک جمهوری اسلامیه که داره به هر حال گلوله تفنگش رو گرفته به هر کسی که توی خیابون داره اعتراض میکنه. خب حالا رویکردهای مختلفی میتونه وجود داشته باشه دیگه. من اگه موافق هستین بیایم روی این موضوع صحبت بکنیم، و خب تفاوت آرا اگر وجود داره به همون سمت علمی همیشگی اگر پیش بره، خب طبیعتا خیلی میتونه مفید باشه. و اجازه بدیم پایان برنامه امشب، حتما خب این برنامه سیف میشه مثل خیلی وقتهای دیگه، خیلی ها میان کامنت میگذارن، حالا چه توی یوتیوب که در واقع شما منتشر میکنید توی صفحتون های دکتر، چه توی صفحه من، خود یه خورده این رو هم واگذار کنیم به این که در پایان برنامه امشب به هر حال مخاطبینی که وجود دارن اونها چطور قضاوت میکنن. اما من میخوام که خواهش بکنم هم از جناب آقای دکتر عطابکی، هم از شما جناب آقای دکتر زیبا کلام، که بحث رو بیایم وارد بحث بشیم به طور عملیاتی، بحث رو پیش ببریم، و شاید این فضای که الان شکل گرفت من فکر میکنم حتما خیلی از مخاطبین رو شاید میتونه کمی آزرده بکنه، از این جهت که بزرگترین انتظار اونها این هست که آقای دکتر زیبا کلام، آقای دکتر عطابکی چه میگن، مردم باید چه کار بکنن، چه جوری باید از این استبداد با چه روشی باید عبور بکنن. اگر موافق هستین این بحث رو آغاز بکنیم. من موافقم جناب بفرمایید. دکتر بخشید عزیز، ما اصلا قرارمون این بود تو همون برنامه که شما میگید که حالا چه میدونم دو ماه پیش بوده سه ماه پیش بوده، خیلی دور نمیتونسته بوده باشه، چون فرمودید که انتهاش رسیدین به همین اعتراضات اینها، پس مال دو ماه پیش بوده دیگه برنامه، یا حتی اکثر آره دیگه مال دو ماه پیش بوده.
خب تو اون برنامه ما نشستیم قشنگ صحبت کردیم، من عرض ارادت کردم خدمت آقای دکتر اتابکی اینها، و ایشون تو اون برنامه نیومدن همون اول قرص محکم بگن که آجون اگر چی شما میخواید همون حرفای سابق رو بزنید من نیستم دیگه، و اگر حرف جدید دارید من حاضر هستم اینا. من اصلا به شیوه این برخورد به اصطلاح اعتراض دارم و واقعا خیلی تعجب کردم. آقای دکتر زیبا کرد اجازه بدید من این بحث رو ببندم. آره من میخواستم بگم من دنبال اگر... صحبت فقط یک کلام بگم آقای دکتر زیبا کرد، من سوگوارم، خشمگینم به خاطر آنچه که بر میهنم رفته. شما در یک دو ماه گذشته من نشستم پای صحبت شما جا به جا و چون تکرار دیدم این حراس رو داشتم، این بیم رو داشتم که امشب هم بشینیم دو مرتبه به تکرار برسیم. به اون خاطر گفتم شما بفرمایید در حال حاضر من گوش میدم به بدیل خودتون و گزینه خودتون رو برای خروج از این وضعیت بفرمایید. اگر موافق باشین از این بحث عبور بکنیم. و خب الان نزدیک به یک سال، شاید تقریبا یک سال شده ما چند برنامه گذاشتیم که آیا جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی داره میره، و خب با مهمانان مختلفی هم این بحث رو دنبال کردیم. تقریبا همه آرا هم یکی بود. حالا امروز اون بزنگاهیه که عملا تقابل خیلی جدی بین ملت و حکومت عیان شده. البته آقای دکتر زیبا کلام هم حالا آقای دکتر عطاکی واقعا خیلی وقتا مواضع واقعا تندی رو اتخاذ کردن، یعنی خود من که حالا چون همه برنامه ها رو دارم برگزار میکنم، من فکر میکنم ممکن بوده، ممکن که نه قطعا، خیلی وقتا ممکنه اسم نیاوردن. ما این رو هم البته ملاحظه رو هم باید توجه داشته باشیم که خب من مثلا تو مسکو هستم، شما توی آمستردام هستیم، خب ایشون توی تهرانه، یعنی خب خیلی میتونه، اما خیلی وقتا خیلی نکات رو گفتن حالا فقط منتها اسم نیاوردن. اما اگر امشب دیگه وقت رو به تلف نکنیم بریم سر بحث اصلی، اگر موافق باشیم به ترتیب همون فرایند حروف الفبایی که همیشه ما بحث رو آغاز میکنیم با آقای دکتر عطابکی آغاز بکنیم، که آقای دکتر عطابکی با همه این شرایطی که وجود داره، همه ما هم ناراحتیم، یعنی از موضوع خانم مهسا امینی که شروع شد، خانم حدیث نجفی، نیکا شاکرمی، و همینجوری اومد جلو، ماجرای بلوچستان بود، ماجرای ایزه شکل گرفته، شهای پسر 9 ساله‌ای که کیان پیرملک که در واقع این اتفاق واسش افتاد، سپر مقصودی همه 14 سال داشت. خب همه ناراحتیم، همه خشمگینیم، اما یک استاد طبیعتاً باید در ورای خشم چه باید کردی رو ارائه بده به جامعه. امروز آقای دکتر عطابکی تو همین بزنگاهی که ما امروز در اون هستیم، شما چه راه حلی رو برای خروج از این بحران دارین؟ مشخصا این میتونه به این باشه که آیا اصلا جمهوری اسلامی باید باشه یا نباشه. اگر نباید باشه، خب شما چه راهکاری رو دارین که از جمهوری اسلامی بشه عبور کرد، حالا با هر طریقی که شما مد نظرتون هستش؟ ببینید من بارها اشاره کردم و تکرار هم نمیخوام بکنم، پس نوعی اگر بخوام بزنم اینه که ما با یک در حقیقت قتل حکومتی این دور تازه اعتراضات رو شروع کردیم، رسیدیم به یک شعارهایی که بسیار انقلابی بود، زمینه رو برای یک در حقیقت چیدمان انقلابی فراهم کرده در حال حاضر. گروه های مختلف ونگارد پیش رو آمدن، گروه های حاشیه‌ای از با تعلقات جنسیتی، قومی، زبانی، جغرافیایی به عاملیت خودشون رو در این عرصه دارن نشون میدن، بیشتر و بیشتر هم دارن نشون میدن، و این باید ادامه پیدا بکنه، این جنبش باید ادامه پیدا کنه، این خیزش انقلابی باید ادامه پیدا کنه تا سرآخر برسه به تضعیف نظام جمهوری اسلامی، تا سرآخر برسه. آقای دکتر ببخشید من امشب عذرخواهی میکنم اگرچه وسط فرمایشات شما و بچه آقای دکتر زیبا کلام میام، چون که مبنا بر این شد که یک بحث واقعا پراگماتیسمی باشه، این که عبور بکنیم
این عبور کردنه از سمتی، یعنی من اجازه میخوام که هم اگر سوال فرعی دارم هم در وسط فرمایشات شما و هم جسارت بکنم وسط فرمایش شما و آقای دکتر زیبا کردم بیا. خب این که عبور بکنیم، به هر حال یک جمهوری اسلامی داره با تمام قوا با اسلحه داره تک تک مردم رو که میان تو خیابون خیلی راحت میکشه. ما چجوری این راهکاره چیه که چجوری میتونیم عبور کنیم در این که همه مردم یک اتحادی دارن که این حکومت استبدادیه، حالا همه که من عرض میکنم اکثریت هستش، خب فکر نمیکنم کسی تو جامعه شک داشته باشه. سوال اصلی اینه که چجوری باید از این عبور کرد، از کسی که اسلحه دستشه و مردمی که چیزی ندارن که بخوان مقابل این ماشین سرکوب بایستن. ببینید یک بحثی که همیشه ما داریم تو حوزه جامعه شناسی تاریخی اینه که هر شرایط انقلابی لزوماً به انقلاب منتهی نمیشه. ما این ادعا که هر شرایط انقلابی لزوماً انقلاب رو و دیگرگونی بنیادی رو پشت سر داره پی در پی داره، چون این کسی چون این یه توهمه در حقیقت. اما آنچه که مهمه دو روی دو طرف این در حقیقت موازنه رو باید به دیده گرفت. نخست این که کسانی که علیه حکومتن مردم هستن و توانمندی اینها به جد مهمه و اینا در حقیقت خیابان رو یا اعتراض رو ترک نکنن. خیابان رو که هم میگن لزوما به معنای حضور در خیابان حضور فیزیکی نیست، یعنی صحنه مبارزه رو ترک نکنن. میتونن اعتصاب بکنن، اعتراض بکنن، نافرمانی مدنی بکنن و حکومت رو در حقیقت به زانو در بیارن، خسته بکنن، نیروهای سرکوب رو خسته بکنن با فرمان، با نافرمانی مدنی، با کمکاری، با اعتصاب، تا بخشایی از این ماشین دولتی رو فلج بکنن. فلج کردن این ماشین دولتی، بخشایی از این ماشین دولتی سرایت میکنه. اینو بر اساس تجربیات خود کشور خودمون داریم میگیم و بر اساس تجربه کشورهای همسایه داریم میگیم، تا برسه که بخشهای نهایی این ماشین، این در حقیقت ساختار دولتی که شعلای نظامی تن کردن، بخشای نظامی هستن و اینها در حقیقت ناتوانی خودشون رو در عمل نشون بدن، خسته بشن و بخشایی از اینا جدا بشن. اما مطمئنن کسانی هستن در این نظام که تمام دلشون با این نظام نیست، اونها هم در حقیقت آینده نگر هستن، اونها هم میدونن که در برابر این ظلم، این ستم نمیتونن جانب ظلم و ستم رو بگیرن، به سمت مردم بیان، بیعت کنن با مردم، خودشون رو همسو کنن با مردم. این یعنی شکاف در حکومت. نشانه های این رو جا به جا میشه به شکل بسیار بسیار ناچیز اینجا و اونجا در حقیقت امروزه رصد کرد. هنوز نرسیدیم به در حقیقت، راه بسیار پرپیچ و خمی داریم، راه بسیار ناهمواری داریم. متوهم نباید باشیم که با یک اعتصاب، یک اعتراض کار داستان تموم میشه. با یه حکومت دینی روبرو هستیم، حکومت فقاهتی میلیتاریستی روبرو هستیم که به سادگی سنگرهای خودش رو از دست نمیده. اما از اون طرف توانمندی مردم رو هم نباید نادیده گرفت. باید بریم به سمت در حقیقت اون ابزارهای خشونت پرهیز، مبارزات مدنی، تا بتونیم بخشهای بیشتری از این ماشین دولتی رو به سمت خودمون بکشونیم، دانشگاهیان رو به سمت خودمون بشونیم، کارمندار دولت رو به طرف خودمون بنشونیم، به طرف مردم بکشونیم. بدونیم که آینده این سرزمین در گرو یک وفاق ملیه. ببینید جناب بخشیته، من الان که نگاه میکنم باور بفرمایید در طول عمر من به عنوان کسی که تمام تحولات این مملکت رو در 50-60 سال گذشته دنبال کرده، هیچ وقت وفاق ملی رو من این گونه ندیده بودم. هیچ گونه، به خلاف تمام این باورهایی که اگر آب از آب تکون بخوره ایران سوریهی خواهد شد، تجزیه خواهد شد، و این مردم با درایت خودشون، با همدلی خودشون، با شعارهایی که انتخاب کردن، گفتن ما سوریهی بشو نیستیم، ما تجزیه بشو نیستیم، ما کنار هستیم سر سفره مطبخ. آیا تو اگر موافق باشی این قسمتی که بحث سوریه شدن رو بگذاریم توی یک دور دیگه دربارش صحبت بکنیم، اما آقای دکتر زیبا کلام، من اگر اجازه بدی پس یه خورده بحث رو فقط میخوام حالت این بشه که یک دیالوگ شکل بگیره که به یه نتیجه هم برسیم. خب توی این شرایطی که آقای دکتر عطاوکی میفرمایند که مردم خیابون‌ها رو ترک نکنن
و توانایی مردم رو روی اون خیلی تاکید دارن و خب البته روی ابزارهای خشونت پرهیزی که قشر خاکستری رو اونطور که من متوجه شدم در واقع همراه بکنن. اما من قبل از اینکه همین رو از آقای دکتر از شما بپرسم، ساعت 9 امشب یعنی 8:59 دقیقه یه دوست خیلی عزیزی که من کاملا بهش اعتماد دارم، یعنی این چیزی که برای من نوشته، یکی از نزدیکان ما هست، نوشته که من میخوام مصداق یک خشونت رو بگم، روایت او از یک خشونت هستش و بگیم که چطور آیا مردم رو حالا میتونیم انتظار داشته باشیم که تو خیابون باشن و چه راهکارهایی وجود داره. آقای طاتوکی نوشته که امشب همکارم رو با تیر ساچمه‌ای زدن، شب تولدش بود، داشت با خانومش می اومدن جلوی چشم خودم، نیروهای امنیتی دست جمعی به قصد کش خودش و خودش رو داشتن می زدن. اون طرفتر یک کسی رو که یه خانومی رو می زدن که نمیدونم حالا اون آقایی که همراهش بود دوستش بود یا همسرش، اما هیچ کسی جرأت نداشت یک قدم جلوتر بره. باتون بود که به سر و کله این جوون ها می زدند و حالا ادامه ای که داره. و آقای دکتر زیبا کلام، تو این شرایطی که یک حکومت اینطور خب داره از خشونت استفاده میکنه، شما خودتون توی تهران هستین خب خیلی بهتر از من هم این شرایط رو میدونید، به نظر شما چه باید کرد؟ آیا فرمایش آقای دکتر عطابکی اینه که مردم خیابون رو ترک نکنن با توجه به اینکه وفاق ملی شکل گرفته، از همه توانایی ها استفاده بشه به واسطه ابزارهای خشونت پرهیز، اعتراضات مدنی فشار حداکثری بیارن؟ آیا تو شما راهکارتون چه هستش؟ فکر میکنید بعد چیکار کنیم؟ من قبل از هر چیز احمد آقا عذرخواهی میکنم اگر اظهار ادب کردم نسبت به آقای دکتر عطابکی، ایشون همچنان برای من عزیز و محترم هستن. اما من انتخابات ریاست جمهوری که خرداد 1400 بود اتفاقا شرکت نکردم، رسما هم آقای دکتر عطابکی موضع‌گیری کردم و گفتم که امید من از صندوق رأی دیگه رفته، امیدی که داشتم در انتخابات مجلس هم که قبلش بود شرکت نکردم. اما ببینید آقای دکتر بخشید عزیز، آقای دکتر عطابکی عزیز، واقع مطلب این هستش که اون چه که در ایران به راه افتاده است همه را غافلگیر کرده. یعنی اگر که شما، آقای دکتر عطابکی نمیدونم، ولی شما اگر از من دو ماه پیش میپرسیدید که آقای زیبا کلام شما استاد علوم سیاسی هستی، کار تحولات سیاسی اجتماعی ایران هستش، این مهسا امینی که حالا این اتفاق براش افتاده، فکر میکنی که ایران به هم بریزه و موجی از اعتراضات خیابانی به راه بیفته؟ میگفتم که نه نه آقای دکتر بخشی که بعید به نظرم میرسه. احتمالا موقعی که دارن اون مرحومه رو دفن میکنن ممکنه حالا مثلا یه اعتراضاتی بشود، شعارهایی داده بشود، بعدم تمام میشه میره به کارش. من اینجوری فکر میکردم و من معتقدم که همه اینجوری فکر میکردن. حالا ایده ممکنه بگن که نه ما پیش بینی کرده بودیم. آیا تو ببخشید من مثلا فرمایش شما هم میام، اما خب مثلا تو همون گفتگوهایی که داشتیم من میخوام بگم که خب از سمتی هم مثلا تو همون موضوعاتی که بحث آیا ایران در مسیر فروپاشی شوروی قرار دارد، این رو هم ببینید احمد آقا، ببینید احمد آقا، در این که اساسا چرا من و شما و آقای دکتر عطابکی و خانم فائزه هاشمی و آقای دکتر روشندل و نمیدونم آقای زیدآبادی و ما چرا اصلا ظرف یک سال گذشته یک تعدادی نزدیک یک دوشین روم گذاشتیم که آیا ایران مثل اتحاد شوروی میشود
یعنی آیا اون فروپاشی سیاسی که در اتحاد شوروی اتفاق افتاد آیا در ایران اتفاق می افتد؟ ببینید هیچ کدوم ما، نه من نه آقای دکتر عطابکی، هیچ کدوممون نگفتیم که نه نه ایران همه چی اوکی هستش، همه چی خیلی خوب هستش، از نظر اقتصادی موفق بوده، از نظر سیاسی موفق بوده، مذاکرات هم به حمدالله خوب داره پیش میره با مذاکرات هسته‌ای در مورد برجام. نه، نفس این که من و شما ساعتها می نشستیم و اون بحثا رو می کردیم برای چی بود؟ برای این بودش که تفکرمون این بود، استنباطمون این بود، نگاهمون این بودش که نه، ایران مسیر درستی رو نمیره به جلو و دیر یا زود سرش میخوره به سنگ. اتحاد شوروی سرش خورد به سنگ و سوال من شما این بودش که آخر سر جمهوری اسلامی هم به سنگ خواهد خورد یا نه. خب اگه من صادق سیواکلام، من تورج عطابکی، ما هم نظرمون این بودش که نه، همه چی اوکی هستش، خب چرا باید سرش بخوره به سنگ؟ نفس این که ما در اون گفتگوها شرکت میکردیم، یعنی این که وضع خیلی جالب نیست، وضع جمهوری اسلامی، سیاستهاش و قصد علاقاتا درست شد. این که من میگم غافلگیر شدیم به تعارف نیست. ببینید آخرین بار به عنوان مثال چی باعث غافلگیری ما شده؟ به عنوان مثال یکی از عناصری که حداقل باعث غافلگیری من سعادت و بیما جلام شد جنبش دانشجویی بود. آقای احمد آقای عزیز، آخرین بار که جنبش دانشجویی، آخرین بار که دانشجوها در تحرکات اجتماعی سیاسی ظاهر شده بودن، اعتراضات سال 88 بود. خیلی هاشون توی ستاد میرحسین، آقای میرحسین موسوی بودن و با اصلاح طلبان بودن و اون داستانهای 88 که اتفاق افتاد بسیاریشون بازداشت شدن، بسیاریشون ممنوع ادامه تحصیل شدن و قصد لغازا بسیاریشون تر از اوین در آوردن، محکومیت گرفتن. از 88 به بعد ما چیزی به نام جنبش دانشجویی نداشتیم. ولی ببینید یکی از مهمترین عناصر دو ماه گذشته جنبش دانشجویی بوده. روزی نبوده آقای دکتر وحشی عزیز، روزی نبوده که دانشگاه گذشته ساکت بوده باشن. ببینید فقط دانشگاه تهران نیست، فقط دانشگاه شریف نیست، فقط پلی تکنیک نیست، اینا که سابقه جنبش دانشجویی در اینا بوده. ولی ببینید جنبش دانشجویی امروزه سر از جاهایی در آورده که من واقعا انگشت تحیر به لب گرفتم. علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، واحد چه میدونم شمال تهران، واحد پونک، اصلا واحدهایی که، نهادهایی که، جاهایی که، شعباتی از دانشگاه که اصلا سابقه اعتراضات دانشجویی، تحرکات دانشجویی توش نبوده. آخرین بار که یکی از واحدهای دانشگاه آزاد دانشجویان اعتراضی کردن، تحسنی کردن، حرکتی کردن، کی بوده؟ آقای دکتر اگر بخوایم اصخایی میکنم بسید به فرمش شما میام، اگر بخوایم مشخص بریم بله بله، اگر این که من میگم غافلگیر کننده بوده، ارزم اینها هست یا اون چی که به نام دهه هشتادی ها معروف شده. خب شما آقای دکتر بخشیده، آقای دکتر عطابکی، شما یه تحلیل بیاریم به من نشون بدین که تا قبل از مهسا امینی پیشبینی کرده بودش که آینده ایران، اعتراضات آینده ایران توسط دهه هشتادی ها خواهد بود، توسطی که به نام چه میدونم نسل زی معروف شده و این بحثایی که امروز میشه، اینا چیزایی هستش که میگم. حالا آقای دکتر بخشیده بگه نه من همه اینا رو پیشبینی کردم و من اصلا غافلگیر نشدم. آقای دکتر بخشیده، من غافلگیر شدم. من معتقدم حکومت جمهوری اسلامی هم کاملا غافلگیر شده. حالا تو دور بعدی خواهم گفت که به اصطلاح نگاهش این دو ماهه چجوری بوده.
و راهکار خودتون هم اگر امکان داره میشه توی دوره بعد بفرمایید آقای دکتر. ببینید راهکار چیزی نیستش که صادق زیبا کلام بگه که بیایید این کارو بکنید بیایید اون کارو بکنید. من اینو راهکار نمیدونم. صادق زیبا کلام بعد از خدا آزادی رو میپرسته. این چیزی بوده که بارها و بارها با شما و آقای دکتر اتابکی بحثش بوده. راهکار رو دو گروه هستن که در مورد راهکار دارن تصمیم گیری میکنن. یه گروهی که میاد در خیابان ها گلوله میخوره ولی ساکت نمیشینه، یه گروه هم حکومت جمهوری اسلامی هستش و من معتقدم اینا این دو گروه هستن که راهکار رو تعیین خواهند کرد. من میگم همچنان ادامه بدید در خیابان بودن. من میگم که نه دیگه نمیخواد تو خیابون باشید، بس دیگه، بس حکومت پیغام رو گرفت. با حکومت بگم دیگه نزن، بس دیگه به اندازه کافی زدی، یا نه باید بیشتر بزنی. چرا دست میکنی حکومت؟ چرا مثل آبان 98 کار رو تمام نمی کنی؟ چرا داری مس میکنی؟ من چجوری بیام راه کار تعیین بکنم؟ باشه آقای اگه اجازه بدید این رو در ادامه دور بعد خودم هم چند تا سوال دارم از شما بپرسم. اما آقای دکتر اتابکی یه موضوعی که وجود داره، ببخشید من خیلی شفاف میخوام این نکته رو عرض بکنم چون در قبال خود من هم میگن حتما ممکنه شما هم یا خیلی دیگر افرادی که در خارج از کشور هستن این موضوع رو ما شنیدیم که آقا شما اصلا خارجین، شما توی ایران نیستین که شما دارین چی میگین مثلا مردم بیان هر روز بیان کف خیابون، یا حتی اون کسی که توی ایرانه وقتی که خودش نمیشه. شاید برای من یک نکته خیلی جالبی که وجود داشت و من واقعا جا داره که اینجا یک تقدیری هم بکنم. خانم فائزه هاشمی، ما وقتی که بحث مهسا امینی آغاز شد خب می‌خواستیم لایو بگذاریم، من با ایشون که صحبت کردم ایشون به من گفتش که اول لایو رو گذاشتیم جمعه شب، بعد که اینترنت قرار اصلا جواب نمیداد، اما ایشون به من گفت اگرم قرار باشه بگذاریم چون من خودم میرم توی اعتراضات شرکت میکنم لایو رو صبح بذار اگر که میخواین لایو بگذارین، چون که وقتی که ما داریم میگیم که مثلا اصلا برین توی اعتراضات شرکت کنید نمیشه که خود من نرم توی اعتراضات شرکت بکنم. اما با این ملاحظه که من میخواست این خودم این ملاحظه رو مطرح کردم که شما اگر نکته‌ای هست بفرمایید. اما این که شما می‌فرمایید که مردم خیابون‌ها رو ترک نکنن، درست؟ و خب این یه خورده ممکن نیست به نظرتون مردم بگن آقا شما، من نمی‌گم این اشتباهه ها، ممکن نیست مردم این نکته رو بگن. و یه نکته دیگه‌ای که خیلی مهم بود و می‌خوام بیشتر در موردش توضیح بدین این بحثی بود که فرمودید که یک اتفاق ملی شکل گرفته، توانمندی های مردم و اینکه استفاده بکنن از ابزارهای خشونت پرهیز برای اینکه قشر خاکستری رو بتونن همراه بکنن، که خب به عبارت این شکافه خیلی جدیتر میشه. اگر امکان داشته باشه در مورد این با کمال میل. ببینید نخست اجازه بدید یک نکته درباره صحبت های دکتر زیبا کلام بگم. من پیشتر هم در اون تلویزیون من و تو با دکتر زیبا کلام گفتگویی داشتم. دلیری ایشون رو همیشه هیچگاه هم مدعی نبودم که دکتر زیبا کلام نماینده اصلاح طلبان ایرانه یا از این دست. تمام کاراشون رو به دقت خوندم، میدونم صحبتاشون رو با دیگران به دقت شنیدم، میدونم که دلیری به خرج میدن، نقد میکنن، نقد درست میکنن. اما آنچه که برای من به جد مهمه اینه که آقای دکتر زیبا کلام یک عالم علوم سیاسیه، خبرنگاری نیست که رویدادها رو رصد میکنه و گزارش میده که چه اتفاقاتی داره میفته. در حقیقت آنچه که بیشتر برای من مد نظره و به همین خاطر نخست با اون شروع کردم اینه که طرحی که ایشون به عنوان یک عالم علوم سیاسی برای جوامعی از این دست که با چنین بحران‌هایی روبرو هستند چیه؟ حالا این میتونه ایران باشه، میتونه سودان باشه، میتونه نمیدونم یک کشور دیگه‌ای باشه. ایشون بر اساس تجربه خودشون دستورالعمل هم نیست. منم دستورالعمل نمیدم کی بیاد تو خیابون، کی نیاد، چرا بیاد، چرا نیاد. ما در حقیقت به عنوان کسانی که با تاریخ و
فرهنگ این جامعه آشنا هستیم و کشورهای همسایه، در حقیقت میتونیم یک پیشبینی بکنیم، نه پیشگویی. اون پیشگویی کار اهل عمامه و سیاسته. ما نه اهل عمامه هستیم و نه اهل سیاست ورزی هستیم. کار دانشگاهی اینی که در حقیقت بر اساس تمام دانه طرحی میده که این در حقیقت محتمله، نه اینکه حتما باید جاری بشه. من نگاه که میکنم چندین دهه است که من این صحبت ها رو میشنوم، اما هیچ طرحی نمیبینم. بسیاری هستن، من ستایش میکنم بسیاری از اصلاح طلبان رو که رشادت به خرج دادن، هزینه بسیار بالایی هم پرداختن و الان در زندان به سر میبرن. من هیچگاه نگاه ذات باورانه نداشتم که همه اینها رو یک کاسه بکنم و میدونم در حال حاضر بسیاری از عالمان جامعه شناس ما به دقت دارن دنبال میکنن این اتفاقات رو و میان حرف میزنن، طرح میدن. جناب مدنی، دکتر مدنی که تو زندانه و متهم شده به مهندسی این اتفاقات، مسئله شبکه‌های اجتماعی رو مطرح کرده به عنوان یک طرح توانمندی مردم داره مطرح میکنه و من هم با دقت کارهای ایشون رو دارم میخونم. اما این که فقط بنشینیم و رصد بکنیم و گزارش از رویدادها بدیم، کار ما این نیست. کار ما بیشتر از این باید باشه. خب حالا از اینجا اگر شروع بکنم، من یه پراتز بگم که شما این رو بفرمایین. یه نکته ای که بود، باز در واقع خود آقای دکتر هم این نکته رو خیلی تاکید کرده بودن، دیدگاه شما هم بود یا خود من هم میگفتم، این بود که توی انتخابات 1400، یعنی آن چیزی که اسمش رو گذاشتن انتخابات، خب این رأی ندادن در انتخابات رو به عنوان یک اعتراض مسالمت‌آمیز مدنی خب خیلی جدی دنبال کردیم که روی بحث این بود که عملا اون فقدان مشروعیت جمهوری اسلامی رو داشت به رخ میکشید، که من فکر میکنم سر همین موضوع حداقل بعد از اون ماجرا یک شکاف خیلی جدی بین آقای دکتر و اصلاح طلبان هم بود. بعد از اون اصلا شما ببینید مطالب ایشون رو تقریبا میشه گفت که جای اصلا بازنش نمیکنه. من میخوام بگم که حالا اگر ما بیایم بگیم که اون اتفاقی که افتاد، خیلی ها میگفتن که شما که میگین مردم رأی ندن، با این رأی ندادن چه اتفاقی میفته؟ به نظر میرسه اون چیزی که امروز ما شاهدش هستیم یکی از سیگنال های مهم همون اتفاقی بود که مردم رأی ندادن. پس این در واقع نکته‌ای که شما میگفتین یا آقایتون میگفتن که مردم رأی ندن، میتونست یک تأثیری هم داشته باشه. پس آن چیزی که امروز شما بگویید هم حتما میتونه یک تأثیری داشته باشه، شاید امروز نه، اما حتما تا مثلا چند سباه دیگه این تأثیرش رو ببینید. اولا شکاف بین دکتر زیبا کلام و اصلاح طلبان عمیق‌تر از این است که شما بهش اشاره کردید، من اینو میدونم و استقلال رأی ایشون رو هم کاملا میدونم. اما آنچه که در حقیقت هستش، حداقل من هیچ وقت تجویزی برای کسی نکردم که رأی بدهد رأی ندهد. چرا؟ به خاطر اینکه من اصولاً این نظام رو نظامی پایبند به قوانین مدنی رأی گیری و پارلمانتاریسی نمیدونم. چون نمیدونم، در حقیقت هیچ گاه بند نافم رو به تمام این نوعی انتخاب کردنها و دوربندی های انتخاباتی و از این دستان نبستن. حالا اگر اشاره بکنید، اگر تاریخی تر بخوایم نگاه کنم، میگم که چه شانسی یک بار در این حکومت رو زد و چگونه پاسخ گرفتن و این رو سوزوندند. در حقیقت نمیخوام حالا اشاره کنم به اون داستان، اما برگردم به اون داستانی که شما اشاره کردید. من تجویزی نمی کنم برای اینکه مردم بگن که خارج کشور نشسته بگه بیایید تو خیابون. من میگم بر اساس تمام تحولاتی که ما منطقه داریم، مردم هستن که میتونن با ممارستشون، با استمرار حضورشون، نه فقط در عرصه خیابان، عرصه خیابان یکی از در حقیقت صور اعتراضی هستش، در بسیاری از زمینه ها مردم هستن که میتونن با نافرمانی مدنی دولت مستبد رو و دیانت شریعت زده رو خسته کنند. این در حقیقت مردم میتونن. حالا آفرینش های بسیار زیاد داریم. جناب بخشیت، اگر شما به من میگفتید که دو ماه پیش ما یه چیزی داریم در ایران به نام نمیدونم هم‌آوایی ناگهانی که مردم جمع میشن و متفرق میشن، هم‌آوایی هوشمند جمع میشن متفرق میشن، آغوش رایگان،
قدش بزن کن در خیابان ها جوان ها میکنن. اگر اینها رو به من میگفتید من میگفتم که اینها مال جوامع اروپاییه، ولی ما در یک جهانی داریم زندگی میکنیم که این جوان های ما اینها رو در حقیقت تجربه کردن. آقای دکتر وحشیته، بسیاری از کسانی که تحولات جوامع انسانی رو چه در اروپا چه در آسیا دارن در حقیقت رصد میکنن به توانمندی جوانها اعتراف کردند، نشان دادن. ما این رو در سودان داشتیم همین بغل، ما این رو در کشورهای دیگه داشتیم و داریم همچنان. بنابراین این آفرینش های که هر کسی در خانه خودش چگونه رفتار میکنه بر اساس صلاحیت خودش وضعیت، اون چیزیست که اونهایی که در میدان هستن تعیین میکنن. ما در حقیقت تحلیلمون و پیشبینیمون برای تحولات برخواسته از تجربیات اونهاست. آنچه که من در حقیقت به شدت نگران میکنه منو اینی که بسیاری از کسانی که در جبهه اصلاحات یا کنار اصلاحات ایستادن سالها و سالها ما رو از تجزیه ایران ترسوندند. آقای دکتر تاکی عذرخواهی میکنم، آخه الان اصلا ما داریم درباره، من فکر میکنم اینکه ما بپردازیم به اصلاحات به اون معنی اصلاحات حکومتیه شاید اصلا خیلی بزرگ کردن اون طیف است، به خاطر که مثلا نماینده اون طیف اصلاحات حکومتی که آقای همتی بود، خب آرایش در آن چیزی که انتخابات بود هم مشخصه. اگر که بیایم فضا رو در واقع، یعنی من میخوام بگم مثلا اینکه ما بخوایم به اونها بپردازیم، شاید اینه که اصلا اونها خیلی از آن چیزی که در از واقعیت خب داریم بزرگ نمایی تر شاید براشون اتفاق نه نه من فقط جناب بخشیده فقط یک پرسشی دارم از شما. شما بگید در یک دو ماه گذشته، البته با تاخیر بسیار، ما شاهد بیانیه هایی بودیم یا محدود بیانیه هایی بودیم که نه برای در حقیقت کالبد شکافی اتفاقات و ریشه به ریشه، ولی که محکوم کردن اینها در اومد با کسانی که در حقیقت میگفتن که نه امکان داره این حکومت از بین بره، نه ممکنه نه مطلوب. این نه ممکنه نه مطلوب رو چی آورد تو دهنها انداخت؟ من ننداختم، شما ننداختید، آقای دکتر زیبا کلان هم ننداخت. اون کسی که میاد میگه نه ممکنه نه مطلوب باید پاسخگو بشه. چرا ممکن نیست و چرا مطلوب نیست؟ ببینید اجازه بدید که من برای یک تغییر فضا یک لطیفه ای از عبید ذکر کنم کوتاه. میگفتن ترزی یعنی خیاطی وقت صلات ظهر نماز به ناگهان به خانه رفت و غریبه ای در خانه دید و چون این غریبه را دید به مکافحت با او برآمد، یعنی با زد و خورد با او درآمد و در این اصل زوجه جانب بیگانه را گرفت، جانب غریبه را گرفت، گفت بزن بزن این مردک را، نه خود وظیفه خود را انجام میدهد و نه میذارد دیگری این وظیفه را انجام بدهد. ببینید ما با یه وضعیتی روبرو هستیم که نه خودشون میتونن کار بکنن و تا میان این وضعیت شکلی بگیره، فرجامی بگیره، جلو میره، میان آیه یأس میخونن و میگن که نه ممکنه نه در حقیقت ما میتونیم در حقیقت مطلوبه. به همین خاطر من دارم میگم اجازه بدید این جواب این اعتراض هایی که وجود داره راه خودش رو طی بکنه، جلو بره و برنامه های خودش و رهبران خودش رو پیدا کنه به فرجام برسه. بله اصلا کنم ارتباط من با آقای دکتر قطع شد، از همین جهت اگر بحث رو با شما ادامه بدیم تا من دوباره آقای دکتر زیبا کلام رو بتونم باشون ارتباط برقرار بکنم. و اگه امکان داشته باشه آقای دکتر عطاوکی، شما روی موضوعی که فرمودید روی بحث این خشونت پریزی و نافرمانی های مدنی که خب یکی از مصداقهای مهمش همینی بود که خانوم ها خب حجاب رو در واقع برداشتند از سر، فکر میکنید اگر چه گونه های دیگه ای میتونه از این نافرمانی های مدنی وجود داشته باشه که بتونه شرایط فشار سیاسی به حاکمیت رو افزایش بده؟ ببینید نافرمانی های بستگی به شرایط صور مختلف داری. ببینید اولا در مورد خشونت بهت میگم فرق هست بین خشونت و قهر.
ما وقتی میگیم قهر انقلابی و قهر غیر انقلابی، ما قهر غیر انقلابی رو از مردم میبینیم، اما داستان خشونت یک بحث دیگه است. وقتی شما میایید و با خشونت تمام دختر و پسر این مملکت رو با باتوم و با تفنگ ساچمه‌ای و تفنگ جنگی گلوله باران میکنید، انتظار نباید داشته باشید گل سرخ تقدیمتون کنن. اینها هم سنگ میندازن و میگن سنگ بزرگ علامت زدن، سنگ میندازن. اینها که روز اول نیامدن این کارو بکنن، اینها با تظاهراتشون بسیار مسالمت آمیز بود، شما قبول نکردید اینا بیان راه پیمایی بکنن. کدوم دانشجوی دانشگاه آمد نخستین روز با سنگ به سراغ نیروهای انتظامی؟ هنوز نیامدن این کار رو بکنن. تنها اشاره‌ای که اینها دارن میکنن عمامه پرانی هست. هیچ ما نمونه ای نمیتونن به دست بدن که یک معمم کشته شده باشه به دست یه آدمی در خیابان، عمامه شون رو پراندند. این یعنی خشونت پرهیزی. ولی اعتراض باید بکنن، اعتراض به اون جامعه‌ای باید بکنن که طرف استبداد ایستاده. من موافق در حقیقت خلع لباس روحانیون نیستم. در ایران آزاد فردا روحانیون هم میتونن، اهل عمامه هم میتونن لباس خودشون رو داشته باشن، اما وضعیتی که در حال حاضر وجود داره اینها در حقیقت ملبس به لباسی هستن که این لباس جوره، لباس ستمی که 43 ساله بر این مردم داره جاری میشه. بنابراین نگاه که بکنید از اینجا فراتر بریم، ما باید فضاهای عمومی رو برای برابری جنسیتی و آزادی فراهمتر بکنیم. ادارات ما باید پذیرای زنان و مردانی باشه، زنانی باشه که با حجاب بی حجاب باید بیان. اینا در حقیقت اعتراض به این وضعیت موجود و نافرمانی مدنی. ما باید در حقیقت کاری بکنیم که خواستای خودمون رو بنشونیم با ارائه بدیل‌های کاملا عملی. این هاست که ما رو میبره اونجا. هر شهری، هر ولایتی، هر جغرافیایی برای خودش کارهای خودش داره، معیارهای خودش داره، محدودیت‌های خودش داره، بستگی به شرایط وضعیت مردم در اون اقلیم خودشون، در اون جغرافیای خودشون. اینها میآفرینند و جلو میرن. لرستان حرف خودش خواهد زد. اما آنچه که سنگ پایه تمام این تحولات رو نشون میده اینه که اینها در حقیقت رأی میدن به جایگزینی این نظام فقاهتی میلیتاریستی با یک نظام آزاد برخواسته از آراء ملت. این چیزی که من در حقیقت میتونم در حال حاضر بدم. حالا میخواد اون شکل چگونه باشه نیست، ولی در عمل شما نگاه بکنید گام به گام اینها دارن صحنه رو به نفع خودشون تغییر دارن میدن. بسیاری جاها رو اشغال میکنند، در اشغال خودشون در میارن بیرون و بعد ترک میکنند. من نمیخوام راهکار جنگ پارتیزانی به آدم ها بدم در اینجا، کار من نیست این کار رو بکنم، ولی تجربه تمام رویدادهایی که در ایران و در بیرون ایران بوده همه به نشون دهنده اینی که وقتی مردمی مصمم باشند که یک نظام قاهر رو به زیر بکشن، راه خودشون هم پیدا میکنن، به شرط اینکه این وسط راه کسانی نیان که در حقیقت اینا رو ناامید بکنند. ممنون. بگن این شدنی نیست، نه مطلوبه نه ممکنه. ممنون. هم مطلوبه هم ممکنه. آقای دکتر زیبا کلام، شما فرمایشتون رو توی دور قبل روی این موضوع بود که خب همه غافلگیر شدند و به این نکته که چرا سپورتش آخر من یاد داشت کردم که چرا مثل آبان 98 من اینطور متوجه شدم که فرمودین که چرا حکومت مثل آبان 98 مثلا سرکوب نمیکنه یا نمیکشه. به نظرتون حکومت مثل آبان 98 میتونه مثلا تو ظرف 3 روز اون میزان بکشه و نمیکشه، یا واقعا نمیتونه و چرا نمیتونه؟ و یک سوالی هم که آقای دکتر عطابکی پرسیدن در واقع در ادامه فرمایش شما این بود که خب طرح شما به عنوان عالم علوم سیاسی چه هست و خب بحث رو ادامه بدیم. و خیلی هم خوشحالم که به صورت تصویری ما شما رو داریم. این دعاهای دکتر عطابکی بود که مستجاب شد که ما اومدیم توی اینستا. من میخوام اول قبل از هر چیز یک دفاع بکنم از دکتر عطابکی، چون این بحث در ایران خیلی مطرحه.
شده، به خصوص توی این به اصطلاح اینستاگرام و نمیدونم توی روم هایی که بله کلاب هاست اینا، که بله مثلا اینا نشستن خارج، اون آقا تو برلین هستش، آقای دکتر عطاوکی تو آمستردام هستش، آقای بخشید تو مسکو هستش اینها، و نشستن کنار گود میگن لنگش کن اینها. حتی برخی گویا مثلا تصمیم گرفته بودن یه جمع مثلا یه تعدادی که با همدیگه پشن بیان ایران اینها. ببینید من معتقدم که این گونه برخوردهای احساساتی هستش و یه مقداری برخوردهای پوپولیستی هستش. کسی مثل آقای دکتر تورات عطابکی، کسی مثل دکتر احمد بخشیده خارج از ایران میتونه 10 برابر 20 برابر 100 برابر صادق زیبا کلام که اینجا به اصطلاح تو میدون انقلاب نشسته و دانشگاه تهران مفید باشه. این اصلا حرف غلطی هستش که شما اگه بخواید کاری انجام بدید برای تغییر و تحول و میدونم براندازی و انقلاب و هر چی که اسمشو بذاریم، شما حتما باید مثلا اینجا باشید. نه، این کمپین هایی که به راه افتاده، راهپیمایی هایی که به راه افتاده، به خصوص این راهپیمایی که در برلین بود یا راهپیمایی های دیگری که داره صورت میگیره، اعتراضاتی که داره صورت میگیره، فشارهایی که روی دولت های اروپایی داره وارد میشه که سفارتخانه های خودشون رو در تهران تعطیل بکنن، فشار بیشتری بذارن روی جمهوری اسلامی که رعایت حقوق بشر رو بکنه، اینها بسیار ارزشمند هستش. و حالا آقای دکتر عطابکی میتونه بیاد تهران همینجور تو فرودگاه ما هم بگیرنش، بعد مثلا بیاد اوین. حالا خب یه مقداری هم سر صدا میشه که آقا استاد دانشگاه رو گرفتن اینا، بعدم تموم میشه میره دیگه، ایشون تو اوین هستش، در حالی که آقای دکتر تورج عطابکی تو آمستردام خیلی بیشتر میتونه به این جنبش در حقیقت کمک بکنه به اشکال مختلف. اینی که به نظر من مثلا این بحث رو چیز نکنید، خیلی بهش اهمیت ندید. اما ببینید من از قصد کردم چون توی کامنت ها بود، میخواستم که در واقع جواب داده بشه. آره آره، نه وقتی بهش ننهیم. عرض کنم حضور و با سعادتتون که ببینید تکلیف مردم که روشن هستش و مردم نشان داده اند که صرف نظر از این که آقای دکتر عطابکی چی میگه، آقای دکتر بخشیده چی میگه، آقای زیبا کلام چی میگه، نشون دادن که اصلا منتظر نگاه ما نیستن، منتظر نظر ما نیستن، چه من و دکتر عطابکی که هولشون میدیم تشویقشون میکنیم، و چه آقای خاتمی که میگه که نه مثلا نرید نکنید، یه خود ملاحظه بکنید، انقدر تندروی نکنید اینا. واقع مطلب این هستش که نه به حرف آقای خاتمی گوش میدن که یه خود ترمز دستی رو میگه بکشیم، نه به حرف دیگرانی گوش میدن که اینا رو دارن هول میدن، خودشون ماشاءالله عقل کل هستن، خودشون تصمیم میگیرن چه بکنن چه نکنن اینها. این نکته بعدی. اما نکته اصلی تر که میخوام خدمتتون عرض بکنم، سوال نظام جمهوری اسلامی چه باید کردش در قبال این حرکتی که بعد از مهسا امینی به راه افتاد، چه باید کردش، چه بوده، واکنش اصلیش، واکنش مهم اصلیش همون چیزی بوده که همواره نشون میداده، این یه توطئه خارجیه، آمریکایی‌ها پشتش هستن، منافقین پشتش هستن، سلطنت طلبا پشتش هستن، حالا به خاطر تلویزیون ایران اینترنشنال پای سعودی‌ها رو هم کشیدن وسط، سعودی‌ها پشتش هستن، انگلیس‌ها پشتش هستن، از ما بهترون پشتش هستن، اینا همون حرفای همیشگی که خلاصه خارجی ها و اینها. این که به اصطلاح نگاه ایدئولوژیکش، نگاه سیاسیش به کل این داستان، اما اینکه تو دلش چی میگذره نمیدونم، ولی هم آقای رئیسی
هم فرمانده سپاه، هم مقام معظم رهبری، همشون یک صدا دارن میگن که اینا خلاصه اصالت نداره، این حرکت هایی که ما داریم میبینیم اینا اصالت نداره. اون اعتراضات مردم زاهدان، سیستان و بلوچستان اصالت نداره، مال سنندج اصالت نداره، مال دانشجویان دانشگاه تهران اصالت نداره، مال مردم ایزه اصالت نداره. اینا رو همه رو خارجی ها دارن میکنن. حالا میگم چقدر اعتقاد دارن به این مهملی که میگن و چقدر اینو همین جوری میگن نمیدونم، دستگاه حقیقت سنج واقعا نداریم. اما مسئله مهمتر چه باید کردشونه؟ من فکر میکنم که برخلاف آبان 98، صرف نظر از این که میتوانستن انجام بدهند یا نمیتوانستن انجام بدهند، من فکر میکنم که یک دوگانگی درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده. این دوگانگی در خصوص این هستش که ما با اینا چجوری باید برخورد بکنیم. یه تفکر که اونایی که خیلی تندروتر هستن معتقد بودن که آقا ما از اول هم اشتباه کردیم، دو ماه هست ما داریم اشتباه رو ادامه بدیم، باید گربه رو پای هجله میکشتیم، باید همون هفته اول، همون روز اول، مثل آبان 98، آبان 98 ظرف 72 ساعت به قول خودشون جمع کردن. یه نگاه این هستش که ما تا الان هم اشتباه کردیم، باید قرص و محکم و قاطع جمعش میکردیم. این یه نگاهه. یه نگاه دیگر این هستش که آقا اون آبان 98 هم تا الان داریم تقاسش رو پس میدیم. اون 1500 نفر اون تمام نشد، ما بهای سنگینی براش پرداختیم. حالا اینم بخشی دیگه از حاکمیته. این وسط اومدن چیکار کردن؟ اومدن پیش خودشون تصورشون این بوده که اگه یه مقداری بترسونیم اینا رو، گاز اشکاور شلیک بکنیم، ساچمه‌ای بزنیم، اگه خیلی جدی اومدن تو خیابون گلوله چه میدونم لایف بزنیم، گلوله جنگی بزنیم، خب نتیجهش این شده که 300 نفر تا به الان از هموطنانمون کشته شدن، حداقل 300 نفر کشته شدن. همه امید نظام این هستش که یواش یواش ساکت میشن، یواش یواش دانشجو بر میگردن سری کلاساشون، یواش یواش دیگه تو خیابونا کمتر ظاهر میشن، یا خود خیشتنداری نشون بدیم. حالا البته خیلی خیلی خیشتنداری نشون ندیم، روشون زیاد میشه. و این به نظر من به عنوان یه تحلیلگر سیاسی، این به نظر من نتیجه عکس داده. واکنش نظام باعث شده که، یعنی اون 300 نفری که زده، اون حمله‌ای که به دانشگاه شریف کرده، اون که به دانشجوهای دانشکده فنی دانشگاه تهران هفته گذشته لباس شخصی اومدن حمله کردن، پلی‌تکنیک اینجا اونجا، به واحدهای مسکونی حمله میکنن، اکباتان اومدن حمله کردن، فلانجا اومدن حمله کردن. ببینید اینها به نظر من نه اونقدر نیرومند بوده که به قول خودشون جمعش بکنه، و نه آنقدر به اصطلاح نرم بوده که بیاد قشر خاکستری رو تشویق بکنه که آقا اینا عقب نشینی کردن بیاد. حاصلش چی بوده؟ حاصلش این بوده که مردم، جوانان، دهه 80 ها، دانشجوها، بلوچ ها، کرد ها، تبریزی ها، شیرازی ها، اصفهانی ها، رشتی ها، حاصلش این بوده که مردم اسیانگرتر شده اند، معترضتر شده اند، نترستر شده اند. ببینید یه زمانی بود، من خودم رو دارم میگم، اگر یه پاسبان میدیدم، یه گاردی میدیدم، از ترسم میرفتم اون ور خیابون. ولی الان چی شده؟ الان میرن تو شکم گاردیا، الان میرن تو شکم لباس شخصی ها. بارها و بارها به اصطلاح درگیری شده، یعنی فرار نکردن. و اینم حکومت داره میبینه. مرحله بعدیشو من شما میدونیم چه هستش. وقتی نترسن، وقتی درگیر بشن،
مرحله بعدیش این هستش که وقت ممکنه بیان اسلحه‌شون هم بگیرن. بخش دیگری از حاکمیت، من امروز به خطبه های نماز جمعه آقای حجت الاسلام سید احمد خاتمی گوش میدادم، ببینید داشت یک بحث فقهی مطرح میکرد که چرا اینایی که بازداشت شدن، سه تا دلیل می آورد، یعنی سه تا به اصطلاح دلیل نه، سه تا اتهام می آورد، می گفت اینا یک اینا قاتلن، دو اینا باقی هستن، علیه نظام اسلامی دست به اسلحه بردن بحث کردن و چه می دونم جانی هم هستن. یعنی بازم من میگم نمی دونم که آقای خاتمی امام جمعه تهران، که فقط امام جمعه موقت تهران نیستش، شما بهتر از من میدونید، ایشون نمیدونم نایب رئیس مجلس خبرگان هستش یا به هر حال عضو هیئت رئیسه یا سخنگوی مجلس خبرگان هستش. اینا ببینید ایشون داره دلایل فقهی میاره که چرا اینایی که بازداشت شدن اینا حکم محاربه دارن و باید اعدام بشن. بازم من نمیدونم که این نظر خودشه یا اینکه دستور داده شده که ائمه جامعه و جماعات اینا رو به اصطلاح یه بحثای اینجوری بیان مطرح بکنن. عرض آخرم این هستش که اون مقداری که من دارم میبینم دست راست نظام به دست چپش میگه که چیکار باید بکنید و نمیتونن. تنها چیزی که نظام قرص و محکم روش ایستاده بوده این بوده که مبادا یه گام عقب نشینی بکنید، مبادا یک گام عقب نشینی بکنیم، چون اگر عقب نشینی بکنیم سرنوشت محمد رضا شاه پهلوی هم در انتظار ما هستش. او به کجا رسید؟ او عقب نشینی کرد، آخرش کشور رو ترک کرد و انقلاب شد. بنابراین قرص محکم باید بیسته. با اینکه حجاب به خصوص تو مناطق شمال شهر تهران، خیلی از خانم ها دیگه روسری سر نمی کنن، شال نمی اندازن حتی روشونشون، میان بیرون ولی رسمن موزگیری نکردن، حتی اسم این که تو خیابون گاندی بود، تو خیابون وزرا بود، همین چیه مال به اصطلاح همین پلیس مال امنیت اخلاقی، بله که می گرفتم، حالا اسمش امنیت اخلاق، حالا اسمش هم عوض کردن، تابلوش هم عوض کردن. من پریروزای ختم بود، مال یکی از همکارا داشتم میرفتم مسجد ولیعصر تو همون خیابون گاندی 200 متر پایین‌تر از این همین جایی که دخترها رو میگرفتم میبردن اینا، دیدم اصلا چقدر تقلق شده، اصلا تعطیل شده. یه پاسبان نشسته بود اونجا داشت با موبایلش گیم بازی میکرد، نمیدونم چی کار میکرد و اینا، ولی رسما نیومدن اعلام بکنن که آقا در این خراب شده رو ما گل گرفتیم و چون اون وقت میترسن که خواسته های دیگری رو داشته باشن. مطالبه مردم که عبور کرده، اجازه بدین بحث رو با آقای دکتر عطاوکی پیش بگیریم و دوباره برمیگردم. آقای دکتر عطاوکی، خب مطالبه مردم که واقعا اینه که از حجاب اصلا عبور کرده، یعنی آن چیزی که تو شعارها مشخصه، همون جنبش دانشجویی که خدا آقای دکتر زیبا کردن به اون اشاره کردن. اما یه نکته که من میخوام بپرسم اینه که این روزها حتما خیلی ها از شما یا از آقای دکتر میپرسن که آقا چیکار باید بکنیم، و مهمتر از اینی که میگن چیکار باید بکنیم، فکر میکنم یه سوال ثانویه وجود داره که اینا تا کجا میتونن مثلا ما رو مردم رو بکشن، اینا تا کجا ماشین سرکوبشون میتونه پیش بره. و خب سوالهای از این قبیل که اینا الان میتونن مثل آبان 98 اون اقدامات رو انجام بدن، ظرف 3 روز به انجام ندادن، یا نه اساسا نمیتونستن این بار که بخوان این رو انجام بدن. و ذیل این که ما توجه داریم، حالا امروز همه به فروپاشی سیاسی توجه دارن، اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی بسیار نزدیک به یک فروپاشی اقتصادی هم هست و در واقع حالا امروز این مستتر هست در این فروپاشی سیاسی که ظهور کرده. برایند همه این سوالها میخوام همین رو بپرسم که به نظر شما جمهوری اسلامی کاری بیشتر از آن چیزی که امروز داره انجام میده میتونه انجام بده؟ و ببینید سوالاتتون امیدوارم من فراموش نکرده باشم، اما اجازه بدید بگم که جناب دکتر زیبا کلام، روایت شما را از بالا با دقت من گوش دادم. این روایتی رو که من هم شنیدم این ورور و روایت شما دقیق تر شنیدم، اما باز آنچه که از شما نشنیدم
آن بود که اول این گفتگو گذاشتم. راه برون رفت از این بحران، شما به عنوان یک عالم علوم سیاسی به من بگی چه بکنیم. اینجا داشته باشی. نکته دوم، به درستی اشاره کردید که آقای خامنه ای معتقد است آنچه که شاه کرد من نباید بکنم، آنچه که شاه نکرد من باید بکنم. ولی ایشون متوجه نمیشن که ایران 1401 با ایران 57 فرق میکنه. هم جغرافیای منطقه ما، جغرافیای جهان سیاسی ما فرق میکنه و هم ترکیب جمعیتی ما فرق میکنه. پارامترها رو گذاشتن. من اون زمانی که دانشجوی فیزیک بودم یاد گرفته بودیم باید اول تمام متغیرها رو بذاریم تا بدونیم تأثیر این متغیرها بر فرایند تکوینی یک پدیده چیه. ایشون متغیرهای زمان 57 رو میبینه. ایشون در 57 مونده، تکون نخورده. نه تنها ایشون، تمام اون حلقه بالای، یعنی پولیتبروی کوچک بالا بیت رهبری در همون سال 57 موندن. جامعه ما پیر سالاره جناب صادق زیبا کلام. پیر سالار نه به خاطر سن، به خاطر اندیشه پیر سالاره. همونجا واسطه نفهمیده، تحول جامعه رو نفهمیده، به همین خاطر شوکه میشه. این داستان نسل نمیدونم زد و نسل 80 یا اینا در حقیقت نسل نیست. اینها نظام ارزشی یک گروه کثیری از این مردم با نظام ارزشی حاکم نمیخونه. اینها زندگی متفاوتی میخوان، زندگی نرمال میخوان در جامعه. حالا این عرض کردم حضورتون. بعد خدمتتون بگم که من با دکتر بخشیته کاملا موافقم که مستقل از این تفاوت‌های اتفاقاتی که داره میفته، ما با یه فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی بسیار عظیمی روبرو هستیم. در حقیقت اونها نقش کاتالیزور رو دارن ایفا میکنن برای تمام این تحولاتی که ما روبرو هستیم. و تک افتادگی بین المللی، این هم بسیار مهمه. ایران هیچگاه در 43 سال گذشته به این درجه با چالش‌های بزرگ و گسترده و پیچیده بین المللی مواجه نبود. خب اینم یه نکته اشاره می‌کنم. یه نکته دیگه هم ببینید، اینا رو همه رو تیتروار دارم، سرفصل دارم تا می‌کنم. آیا نظام تا به حال سرکوب رو به اون اندازه‌ای که 98 کرده انجام داده؟ به داوری من کرده، ولی با شگردهای مختلف کرده. اون موقع نوعی دیگه ای سرکوب میکرد، این دفعه از باتون استفاده میکنه و ارعاب و رعب ایجاد کردن صور مختلف پیدا کرده. کم نیاورده، جایی که لازمه نفربر هم آورده تو خیابون، تانک هم آورده، زره پوش هم آورده. جا به جا در کردستان عکساشو گذاشتن در اینترنت چه کار کرده یا جایی دیگه. بنابراین در زاهدان هم میدونیم. بنابراین صورتهای مختلف ارعاب رو به کار گرفته که با صورتهای پیشین متفاوته. آیا از تمام بضاعتهای سرکوبش تا به حال استفاده کرده؟ مطمئنن تطمع هنوز داره که استفاده بکنه. اما آنچه که مهمه اینجا در این موازنه، اگر نگاه کنیم به هر جامعه‌ای که دچار یه همچون وضعیتی هستش، باید نگاه بکنیم که اون چه که تعیین کننده است در حقیقت عزم نظام سرکوب نیست که چگونه با مردم مواجهه بشه. اون مردمی هستن که در حقیقت دارن زندگی میکنن و مبارزه میکنن. صبح میره کار میکنه، خیابون منوچهری، باب همایون، سعدی جنوبی، غروب میاد شامشو میخوره میره تو خیابون. یعنی زندگی میکنه، مبارزه میکنه. ولی شما مجبورید 24 ساعت آدم بیارید تو خیابون که خیابونا رو پاس بده. اون داره زندگی میکنه و در کنارش داره مبارزه میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این زندگی نکبتی 48% جمعیت زیر فقر میتونه به 50%، به 70% برسه و یک اقلیت کوچک بالا تمام این نعمه بادی رو از خودشون بکنن. لقمه ای هم بندازن جلوی اصلاح طلبان پیشین، بگن بخورید سیر بشید، خور نزنید. بازم تکرار میکنم، به شرف برخی از این اصلاح طلبان من تعظیم میکنم که باهای سنگینی هم پرداختند. خب همینجا اشاره کنم، آنچه که در حقیقت به جد مطرحه اینه که ما با یک دستگاه بسیار گسترده ماشین دولتی روبرو هستیم. داره کار میکنه، همچنان داره کار میکنه. شما باید در حقیقت این
اعتراضهای مدنی باید توأم باشه با اینکه در حقیقت پیامی بده به این دستگاه، بخشی از این دستگاه، که آینده شما در کنار این نظام فقاهتی میلیتاریستی نیست. باید راه خودتون رو چم کنید، بیایید این طرف. به این داستانی که اینها در حقیقت تکرار دارن میکنن که آینده ایران یک شکافیه بین معترضین و اصلاح طلبان و اصولگرای طرف و اینا قتل عام دارن میکنن شما رو بدرستن، این رو مردم در زندگی خودشون در شعارهاشون باید بگن که چنین نیست. ما دنبال نقار ملی نیستیم، ما دنبال کشدار نیستیم، ما دنبال جایی نیستیم که از هر تیرش یک آخوند آویزون کنن. اون جامعه، جامعه ایدئال ما نیست. اون جامعه ایدئال شما بود که پشت مدرسه در حقیقت خیمگاه آیت الله خمینی چه کار کردید. اون جامعه، جامعه مورد نظر ما نیست. اون جامعه نیست. اما برای همین به نظر من وضعیت فعلی جناب بخشیده، جناب دکتر زیبا کلام، تضادها چنان آنتاگونیستی شده به داور من که میانجی ما دیگه نداریم. ای کاش میانجی داشتیم. تمام میانجی ها رو این دولت از بین برد، این حکومت، ببخشید، حکومت از بین برد، میانجی باقی نذاشت که در این سر بزنگاه بیاد. کو دکتر صدیقی، کو شاپور بختیار، کو علی امینی، کجا رفتن اینها که بیان وسط؟ در دیگر البته اومدن وسط، فقط میخوام بگم یک میانجی های حداقل این ور اون ور بود. اینها در حقیقت هیچ میانجی باقی نذاشتند. تضادها چنان آنتاگونیستی شده بدون میانجی. در این زمینه باید به بخشی از حکومت این امید رو داد که سعادت تو در همراهی با مردمه، کنار کشیدن از این دستگاه ظلمه. فضیلتی نیست آدم بکشید، فضیلتی نیست امام جمعه هاتون بیان تبلیغ آدم کشی بکنند. فضیلت اونجاست که بیایید دنبال صلح باشید. این رو در حقیقت یه گفتمان ما باید ایجاد کنیم. جناب بخشیده، جناب دکتر زیبا کلام، من دلبند تحولات سیاسی آنچنان نیستم که دلبند تحولات فرهنگی هستم. ما در شاهد شکلگیری یک انقلاب فرهنگی هستیم در ایران. آینده این تحولات سیاسی هر چه میخواد باشه، ما شاهد شکلگیری یک تمدن فرهنگی هستیم. مشروطه تمدن فرهنگی برای ما ایجاد کرد، رعیت بودن رو از ما گرفت و گفت شما شهروندید. ما امت نمیخواهیم باشیم. مردم ایران دارن یک تمدن فرهنگی دارن درست میکنن و به همین خاطر پشت این حجاب اجباری، یعنی فردیت و خودمختاری فردی، یعنی جانمایه مدرنیته، یعنی خرد نقاد، یعنی هیچ کسی اجازه نداره به نیابت از من برای من تصمیم بگیره و وکیل تسخیری نمیخوام. این در حقیقت نوعیست که ما برای این اگر استمرار کنه در حقیقت عمیق و عمیق‌تر میشه. بنابراین به داوری من آنچه که ما باید هستیم، اینها باید ضمن این که این بچه ها در خیابان هستن یا در اعتصاب هستن، باید کسانی مثل جناب زیبا کلام، مثل کسانی دیگه که در این زمینه هستن، به شکلگیری این گفتمان فرهنگی کمک کنن. آینده ما در گرو شکلگیری یک گفتمان فرهنگی که توش در حقیقت وفاق ملی داره شکل میگیره. ولی این وفاق ملی یک دشمن بزرگ داره. اون دشمن بزرگش هم نظام فقیه سالار میلیتاریستی ایرانه. ممنون. آقای دکتر زیبا کلام، تو این سالهای اخیر خیلی گفتند که فضای مجازی به سمت ولنگاری داره میره، اما یه اتفاقی که افتاد این بود که توی این دو ماهی که گذشته، واقعا فارغ از اینکه خیلی همدل مردم حالا تو خیابون هستن، خانوم هایی که حجابشون رو برمیدارن، خیلی از خانوم های با حجاب از اونها حمایت میکنن، خیلی مردا حمایت میکنن. من خیلی وقتا میپرسم از خانوم هایی که توی ایران هستن، میگم که مثلا شرایط چطور شده، میگن اصلا اگر قبل مثلا میرفتیم توی خیابون ممکن بود که به ما حالا تیکهی هم مینداختن یا چیزی، الان اصلا همچین شرایطی وجود نداره، با این تفاوت که حتی ما ممکن اصلا کاملا داریم بدون حجاب میریم. و توی خود فضای مجازی واقعا یه اتفاقی که افتاده باز فهم‌پذیری رو داره نشون میده که چطور افزایش پیدا کرده. شاید این که شما فرمودین همه غافلگیر شدن، من خودم تو این بعدش واقعا غافلگیر شدم که
که وقتی اینستاگرام رو که باز میکنیم هیچ کسی من حداقل نمیبینم که عکسی گذاشته باشه که امروز مثلا رفته فلان کافه چیزی خورده یا این رستوران بوده یا این ورزششه یا هر آنچه که روزمرهش هست رو گذاشته کنار یا تو صفحش چیزی نمیذاره یا اگر داره میگذاره داره مشخصا صدای مردم داره زن زندگی آزادی میذاره داره از کشته شده ها میذاره و برآیند اینها حالا امروز شما که آقای دکتر میایین تو خیابون حتما همسایتون از شما میپرسه حتما بستگان از شما میپرسن دانشجوهای از شما میپرسن که آقای دکتر زیبا کلام همین سوالی که شاید آقای دکتر عطاوکی هم پرسیدن این که شما میگین که ما باید چیکار بکنیم تو این شرایطی که هستیم با این مختصاتی که این مختصات رو همه دیگه میدونیم توی چه شرایطی وجود داره آقای دکتر زیبا کلام چه نسخه ای رو برای ما میپیچن؟ ببینید احمد آقای عزیز کار من در حقیقت به زعم خودم اون مقدار که سوادم قد میده به قول قدیمی ها سعی در فهم اون چه که داره اتفاق میفته حالا باز میگم به عقل خودم در این حال در پاسخ به اون پرسش اولیه آقای دکتر عطاوکی عزیز و پرسش شما یه چیزایی هم که به نظرم میرسه که در حقیقت یه جورایی چه باید کرد من هستش به زبان خودم اون رو هم انجام دادم والا برای اینکه تئوری صحبت نکرده باشم ببینید آقای رئیسی گلایه کردن فکر کنم دیروز یا پریروز بود توی سخنرانی میکردن یا بعد از جلسه هیئت دولت بود چون میدید چهارشنبه جلسه هیئت دولت هستش اینا خلاصه از خواص گلایه کردن که چرا ساکتین چرا هیچی نمیگین قبلنم رهبری یک همچی چیزی رو همچی گلایه‌ای رو مطرح کرده بودن که مثلا ساکت هستن و اینا خب مقصودشون کیه؟ مقصودشون کیو میگن ساکته؟ مقصودشون احمد بخشیتی که نیست تورج عطابکی که نیست مقصودشون آقای ناطق نوریه مقصودشون دکتر احمد توکلیه مقصودشون لاریجانی ها هستش مقصودشون حسن خمینیه مقصودشون اینها هستند که اینها علمدارای و بزرگان اصولگرا هستند و خب اینا واقعا ساکت بودن یعنی اصلا که انهو این دو ماه در یک کشور دیگری اتفاق افتاده من امروز دیروز یه پست گذاشتم گفتم که آقای رئیسی عزیز توییت کردم یعنی شما که انتظار دارید ساکت نباشن و بیان دفاع بکنن برادر از چی بیان دفاع بکنن یه فقره بیشترم نه یه فقره از کارایتون که تو این دو ماه شما انجام دادید در واکنش به این اعتراضات یه موردش شما بیان بگین که مثبت بوده نتیجه بخش بوده درست بوده که بعد اونا بیان بگن که خب شما ببینید این ممکن شما میگه آقا این هیچی نیستش ولی این بضاعت من گفت این همه یک تن صوفی هم مابقی در سایه اون میزین بضاعت من در این حد است اما بحث اصلیم این هستش که جناب آقای دکتر عطاوکی عزیز باز میگم شناخت نظام و واکنش نظام و تفکر نظام که نظام چی فکر میکنه ببینید نظام جمهوری اسلامی ایران مثل تمام نظام های اقتدارگرا مقدار زیادی اون چه که پروپاگاندا می شود اون چه که تبلیغات می شود بله قربانگویی هایی که می شود یه مقدار زیادی بالاخره اینا ربات که نیستن ماشین که نیستن آهن که نیستن روشون تأثیر می ذاره اون تشییع جنازه‌ای که برای قاسم سلیمانی شد ببینید برای شهید سلیمانی شد اون سال 98 بود دیماه مثل یک دو ماه دیگه سالگردش میشه 98 بود خب ما هممون اون تشییع جنازه رو دیدیم شاید
رهبری نظام، مسئولین نظام، آقای رئیسی، آقای قالیباف، آقای سردار سلامی و و و و, و. شاید اینها امیدوار بودن که تو این دو ماه یه درصدی از اون میلیون ها نفری که اومدن برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی اینا می اومدن و به نفع نظام مثلا حالا درگیر هم نمی شدن با معترضین، ولی اینا می اومدن یه خودی نشون می دادن. 2 میلیون 3 میلیون رفتن راهپیمایی اربعین. حالا شما نبودید ایران، نمیدونید چی کار میکرد نظام که آدم ها رو هل بده برن واسه اربعین، چقدر کمک میکرد، چقدر نمیدونم تحصیلات به وجود میآورد، وام میدادن، چه میکردن اینا که برن برای اربعین. خب ببینید، تا به الان ممکنه فردا که 28 آبان ماه هست بیان تو خیابون، نمیدونم، ولی چیزی که خیلی عجیب بوده آقای دکتر عطاوکی این بوده که کوشن اون چند میلیونی که برای تشییع جنازه سردار سلیمانی اومده بودن، کوشن اون 2-3 میلیونی که میرفتن اربعین و نمیدونم اینها، و میدونی یه جورای پیاده نظام های نظام نیستن. عرض میکنم ممکنه فردا بیان، ممکنه پس فردا بیان، ولی تا به الان نیومدن. تا به الان یه بار نظام راهپیمایی گذاشت، حدود یه ماه پیش بود. خیلی جالبه، مسیر راهپیماییشون میدونی چقدر بود؟ از جلوی دانشگاه تهران بود، درب اصلی دانشگاه تهران تا میدون انقلاب 200 متر میشه، 300 متر میشه، ببینید. و انقدر به اصطلاح تنک بوده، انقدر کسی نیومده بوده حتی بعد از نماز جمعه، که خیلی چیز نکردم. یه راهپیمایی دیگه هم گذاشتن، نمیدونم شما متوجه شدین خارج از کشور یا نه، که نمیدونم تولد امام رضا بود یا یکی از این مناسبت ها بود، از میدون تجریش به چیزر، اونجا به اصطلاح یه امامزاده هستش، امامزاده که در چیزر هستش، اونم انقدر کم بود که اصلا چیز کردن، اصلا فراموشش کردن که بیان روش چیز بکنن و اینها. اینا به نظر من میطلبه که من و آقای دکتر احمد بخشیته، آقای دکتر تورج عطابکی و دیگران بیان بشینیم رو این کار بکنیم که آقا جون چه تغییر و تحولات عمیق جامعه شناسانه، همون چیزی که آقای دکتر عطابکی شما دنبالش هستید، فرهنگی داره در مذهبیون ما به وجود میاد. نگاه اقشار و لایه های مذهبی ایران نسبت به حکومت چجوری الان؟ من چیزی که میتونم به شما بگم، هیچ مطالعه چیزی نیستش، از بستگانم میگم. آقای دکتر عطابکی، خیلی از کسانی که متدین هستن، نمازخون هستن، اعتقادات دینی جدی دارن، خیلی وقتی که از نظام بریدن، یعنی نظام رو به عنوان یک انتیتی، به عنوان یک نهاد دینی دیگه به رسمیت نمیشناسنش، میدونی؟ اینا به نظر من تحولات مهمی هستش. واقعا مطلبی جامعه هم به همین قشر خاکستری امید داره که بتونه اینها هم بپیوندن و در واقع این عبور از همین سواله. ببینید، سوال خیلی مهم به نظر من، با عرض معذرت و احترام که واسه آقای دکتر عطاوکی قائلم، سوال مهمی نیستش که آقای زیبا کلام دستورالعملت چیه. خب به تب من موافق این هستم که اعتراضات ادامه پیدا کنه. اگه آزادی و دموکراسی، انتخابات آزاد، خراب شدن اوین، آزادی زندانیان سیاسی، اگه امیدی بهش باشه، اتفاقا از همین اعتراضات خیابونیه. و الا حکومت که 43 سال این سیاست رو کرده و روز جان، سوالی بود که اصلا قبلا هم با هم صحبت کرده بودیم، شاید الان خیلی موقعش باشه، اینکه به نظر شما براندازی ممکن هست و مطلوبه یا نه؟ نه ممکنه نه مطلوبه. نمیدونم. ببینید، به این خاطر میگم نمیدونم، به این خاطر میگم نمیدونم که تا به الان رژیم، نظام جمهوری اسلامی، تنها واکنشی که نشون داده ساچمه‌ای بوده،
گاز اشکاور بوده، اینجور چیزا بوده. ببینید سوال اگر جدیتر بشه تخاصم رویارویی، اگر این ورم بخواد مشت و با مشت جواب بده، باتوم و با باتوم جواب بده، گلوله رو با گلوله جواب بده، اون وقت آیا براندازی شدنی هست؟ یک، در صورتی که شدنی باشه آیا مطلوب است هزینه که بخواد بده، یا اینکه نه اتفاقا بخشی از این که چرا قشر خاکستری تردید داره و نیامده به میدان، خیلی هم گله میکنن، کردا و دیگران گله میکنن که آقا جون این تهران 14 میلیون جمعیتشه، 10 میلیون جمعیت، 12 میلیون جمعیتشه، 10% هم میان بیرون، 1 میلیون باید بیاد بیرون، ولی مثلا 10,000 تا اینجا میاد، 5,000 تا اونجا میاد، نمیدونم اینها. البته داره مرتب بیشتر میشه، ولی یه بحث خیلی اساسی و مهم قشر خاکستری هستش، چون من معتقدم که جدا از اعتراضات عنصر دیگری که تعیین تکلیف خواهد کرد قشر خاکستری هستش و موضع گیری قشر خاکستری. ممنون آقای دکتر. این قشر خاکستری شاید خیلی هاشون میشن پدر بزرگا، مادر بزرگا، یا پدرها و مادرای همین کسانی که الان توی خیابون ها هستن، توی دانشگاه دارن اعتراض میکنن. 4 دهه پیش یه طعم گس یک انقلاب رو چشیدند و بیم دارن از این که مبادا امروز بخواد یه اتفاقی بیفته، دوباره سیری از خشونت فردای اون انقلاب یا اون براندازی بخواد روانه بشه. اما از سمتی به نظر میرسه که اون کسایی هم که توی خیابونن دارن تلاش میکنن که خب جمهوری اسلامی که به هر نحو داره تلاش میکنه که اعتراضات رو به ابتذال بکشه به واسطه خشونتی که داره تزریق میکنه، اما اونها خیلی ظاهرا دقیق ایستادن. ما اگر اکثریت رو نگاه بکنیم، اکثریت روی پرهیز از خشونت و مسالمت‌آمیزی دارن دنبال میکنن. به نظر شما با همه این مختصات چطور میشه این قشر خاکستری رو همراه کرد که ببینید به یک فضای گذار برسیم؟ ببینید من فقط اگر اجازه داشته باشم که حالا که شما به تاریخ رفتید، به 57، بگم که در تاریخ معاصر ما یک کودتای 28 مرداد سال 32 داشتیم. بعد از اون کودتای سال 32 یک گفتمان بسیار تازه‌ای تو ایران شکل گرفت، صورت‌های مختلف پیدا کرد در دهه 30، در دهه 40 و دهه 50، صورت‌های سیاسی و غیر سیاسی، اما یک وجه مشترک داشت که در حقیقت شکل داد اون شکافی که بین ملت و دولت بود و به صور مختلف اینجا و اونجا خودش نشون داد. حالا اگر این شکاف درست بود، نادرست بود، به هر صورت کجا میتونست درست باشه، کجا میتونست نادرست بشه، کجا میتونست ساخته بشه، پرداخته بشه، این یه بحث دیگه است که اگر فرصتی باشه در بحث‌های تاریخی میتونیم بگیم که بر ما چه رفت از سال 32 تا سال 57. اما یه اشاره اینجا بخوام بکنم، چون شما تاریخ گفتید، ما متاسفانه مشق شبمون رو خوب انجام ندادیم. نه تنها مشق شب خودمون رو انجام ندادیم، من منظورم در ایرانه، کسانی که در بیرون از ایران بودن به قول معروف کار خودشون داشتن میکردن، حالا اپوزیسیون بودن نبودن، استاد بودن، دانشجو بودن، هر که بودن برای خودشون کار خودشون رو میکردن، ولی اونایی که در حقیقت در عرصه بودن در ایران مشق خودشون رو خوب انجام ندادن که ما به اینجا رسیدیم. ببینید سال 87 وقتی فرماندهان سپاه اولتیماتوم دادند، هیچ کس به مخالفت برنخواست که چرا باید فرماندهان سپاه اولتیماتوم بدن در یک کشوری که قرار نیست سپاهیان در سیاست دخالت کنند. به حرمت جنگ ایران و عراق همه سکوت کردند و مشروعیت و حقانیت بخشیدن به اونا، درسته؟ اگر اون موقع میستادن و میگفتن شما حق ندارید، شریفید اما حق ندارید وارد این عرصه بشید و ما میستیم، جرأت نمیکردن. اون موقع آنچنان یلو کوپالی هم نداشتن تازه مثل الان. وقتی مجلس ششم اعتراض کرد،
بست نشست و آقای خامنه ای اولتیماتوم داد، نباید قبول میکردند. باید میگفتن مجلس خانه ملته، ما تصمیم میگیریم اینجا، ما این مجلس رو به بهای انقلاب مشروطیتمون به دست آوردیم، قبول نمی کنیم که با یک حسی باره شما از منطقه از عرصه کار جدا کنیم. ولی قبول کردند، سر تعظیم فرود گرفتن. یعنی یک نوع فرهنگ انقیاد، احتیاط جاری کردند در اینجا. و متاسفانه این فرهنگ در تبعات خودش در جانمایه بسیاری از صنوف نشسته، از این ستون به اون ستون فرج. امنیت مقدمه بر جور، جور مهم نیست، تازه اشاره شرعی هم دارم بهش، جور و ستم مهم نیست، آنچه که مهمه امنیته. و هیچ کس نگفت که این امنیت مردم وقتی که سر گرسنه میذارن روی بالش چگونه میتونه امنیت رو بیافرینه این مردم. اگر ما خط فقرمون همینطور بالاتر و بالاتر بخواد بره چه امنیتی داریم؟ اگر محیط زیستمون داره همینطور از بین میره و ما مهاجرت های گسترده داریم از جنوب به شمال، چه امنیتی داریم؟ ترکیب جمعیتیمون تو جنوب داره عوض میشه، چه امنیتی میتونه برای ما داشته باشه؟ این چیزها گفتمان سازی، اینها باید ساخته میشد. اینها اگر ساخته میشد اون وقت میتونستیم در حال حاضر میانجی داشته باشیم، میانجی خوبم داشته باشیم. ولی میانجیهای ما لیلیپوت بودند، تو سری خور بودن. سفرهای گالیور رو یادتون بیاد، لیلیپوتا بودن اونجا، با یه بادی رد شدن رفتن. ما هاویل نداشتیم تو ایران، کاش داشتیم. بنابراین نگاه که بخواید بکنید این وضعیت تاریخی ماست، جناب بخشیده. و بعد اشاره کنم به یه نکته دیگه، به نکته دیگه بگم که این داستانی که ما، من و شما و جناب دکتر زیبا کلام آشنا هستیم با حکومت‌های توتالیتر کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی و اقمارش، ما شاهد عینی رژه‌های چندین صد هزار نفری در خیابان‌های مسکو بودیم. متوهم نباشیم، ما می‌دونیم در خیابان‌های رومانی چه تظاهراتی شد به دعوت چاوشسکو. متوهم نباشیم، عقل سلیم میگفت که این اتفاقی که برای قاسم سلیمانی افتاده ما رو نباید متوهم کنه به توانمندی این حکومت و به وفاداری این مردم به این حکومت. همون زمان در اتحاد جماهیر شوروی هم بودن که کسانی که میگفتن این تظاهرات صدها هزار نفری به بهانه اول ماه مه یا روز دفاع مقدس یا اینا نباید ما رو در حقیقت از راه بدر کنه و متوهم بکنه. ولی ما نداشتیم این رو. بسیاری گفتیم که این نظام دست چپش ظریفه، دست راستش سلیمانیه. بنابراین ما رسیدیم به اینجا. حاصل اینجا در حقیقت آینه جلوی خودمون بذاریم ببینیم چرا رسیدیم اینجا که میانجی نداریم، چرا رسیدیم که اینجا که این تضاد به این شکل آنتاگونیستی رسیده. بنابراین برای اینکه این در حقیقت از این چرخه انسداد بیرون بیاییم، فرصت داریم که گفتمان ایجاد کنیم، گفتمان وفاق ملی ایجاد کنیم. فکر نکنیم که اینجا در حقیقت یک شکاف بزرگیه بین این ور و تمامی اون ور. نه، تمامی اونا تمامی نیستن. من نگاه ذات برابر ندارم. آقای صادق زیبا کلام میگن این آدم هایی که اون ور هستن، نه، آدم ها اون ور آدم ها نیستن، گروه های صاحب امتیاز هستند، به درجات مختلف در سطوح مختلف این کشتی نشستن که ناخداش علی خامنه ایه. اونایی که پایین تر نشستن منفعت دیگه ای دارن، کسانی که در طبقات فوقانی نشستن. روی سخن ما با کسانی است که در طبقات پایینی نشستن. کشتی شما داره غرق میشه هر کجا نشسته باشید. آینده نداره این نظام، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، داره در حقیقت. دیر و زود ممکنه داشته باشه، سوخت و سوز نداره.
بنابراین به اعتباری به نظر من باید این گفتمان رو شکل داد. همراه من چون نگاه هم از پایین به عنوان یک مورخ اجتماعی، نگاه از بالا ندارم، به قول فرنگی تاپ داون باتم اپ دارم به جنبش های اجتماعی، دلبستی جنبش های اجتماعی هستم و عاملیت مردم، شیفته عوام هم نیستم. نوشتم، مقاله نوشتم و با در حقیقت جماعت تا تاریخ مرزبندی خودم رو دارم، ولی به عاملیت مردم اعتقاد دارم. اما به این عاملیت مردم یک چیزی رو بهش اضافه کنم، این عاملیت مردم باید در حقیقت نوید یک ایران بهتر رو به بخش‌هایی از این جامعه بده که کارهای اجرایی دارن میکنن. این داستان در حقیقت یک نوع گفتمانسازیه، حضور در صحنه فرهنگی، حضور در صحنه سیاسی، حضور در صحنه های متفاوت گونگون، تا این در حقیقت اعتماد رو بخشیده ببخشیم به کسانی که باید جاشون این وره، جاشون اون وره نیست. این در حقیقت اون چیزیست که ما میگیم شکاف. حکومت این رو قبول نمی کنه جناب بخشیده. حکومت دو دستی همه رو میخواد طرف خودش بکشه. ممکنه آقای خاتمی بگه نه ممکنه، نه میسره، نه مطلوبه و فلانی حرفا، و ته ته تای داستان من امروز معتقدم که آقای اژه‌ای خیلی خوشش اومد از این حرف آقای خاتمی که این حرف رو زده، چون به نفع آقای اژه‌ای این حرف. به نظر من این در حقیقت اشاراتی که هستش که میخواد تمام اجزای رانده شده رو به طرف خودش بکشه. روزنامه اعتماد جرأت میکنه اسم خاتمی رو بیاره توی صفحه اولش، تا حالا جرأت نمیکرد بیاره، فردا عکسش هم میارن میذارن اونجا، هیچ اشکالی پیش مشکلی پیش نمیاد، هیچ مشکلی پیش نمیاد. حکومت تمامیت خودش رو در حقیقت میدونه چجوری حفظ کنه. این ماییم که باید بگیم اگر این تمامیت هم حفظ بشه، این ضامن بقای این سرزمین نیست، چه بخواهیم چه نخواهیم، این تمامیتی که ایجاد کردید شکننده است به دلایل مختلف تاریخی، جامعه شناسی و از این دست و فرهنگی. جای شما در عرصه حکومت داری نیست، برید جای در خور خودتون رو بشینید پشت دیوارهای حوزه علمیه. آقای دکتر عبدالوکی، یه نکته هست، چند بار اومدم بگم، نمیدونم درست هست یا درست نیست، اما توی این مملکت دو ماه دارن همه ما داریم میبینیم که جوانایی خیلی راحت کشته میشن و متاسفانه از حوزه های علمیه قم تا نجف، همه اونهایی که اگر همه مردم ایران، چه مسیحی، چه یهودی، چه مسلمون، چه شیعه، چه بهایی، به هر کی بگن آقا یه خطبه نهج البلاغه رو بلدی، همه خطبه 27 رو بلدن، چون 40 سال خطبه 27 رو میخونن، هر جای دنیا یه خون از دماغ هر کسی اومد که گفتن خلخال اگر از پای نمیدونم زن یهود بردارن فلان و فلان. امام محمد غزالی یه جمله‌ای داره، این رو میخواستم بگم که نمیدونم بعد بگم، یعنی عذرخواهی میکنم، میگه که مگس بر نجاست آدمی به از علما در درگاه سلطان. و واقعا این یکی از مرثیه های بزرگیه که خیلی از کسایی که ظرفیت اجتماعی میتونستن داشته باشن امروز و میتونستن به این شرایط کمک بکنن و در واقع مردم رو هدایت بکنن، یعنی نه که هدایت بکنن، یعنی کنار مردم باشن و یک مسیر خوبی رو رقم بزنن، دیگه مردم مقلد سیاسی هیچ کسی نیستن، مردم دیگه به هیچ کسی ارزشی برای هیچ کسی قائل نیستن و واقعا خیلی مرثیه سختیه. من میدونم که این لایو خیلی طولانی شد، حقیقت خودم خیلی دارم لذت میبرم و اگر اجازه بدین میخوام یه سوال دیگه هم بپرسم، البته هر نکته هم که شما و آقای دکتر داشته باشین که من استفاده میکنم. خیلی هم عذرخواهی میکنم که من جسارت کردم امشب وسط فرمایشات استاد بزرگوارم جناب دکتر زیبا کلام و همینطور جناب دکتر عطاوکی اومدم، چون اون بحث اول یک دیالوگی شکل گرفت، من سعی کردم که همون فضا ما گفتگوی افلاطونی داریم جناب بخشیته، مرید و مرادی کار بسیار خوبی، من از طرف خودم و دکتر عطاوکی میگم کار بسیار خوبی کردی، سلامت باشین. یه فضایی که وجود داره توی کامنت ها هم قبل از اینکه این لایف شروع بشه، من داشتم نگاه میکردم کسایی که کامنت گذاشته بودن سوالاتشون،
خیلی ها پرسیده بودن، یعنی چند نفر من دیدم روی بحث همین سوریهی شدن یا روی همین بحثی که آیا ممکنه جمهوری اسلامی دنبال راه انداختن یه جنگ باشه با توجه به استکاکی که حالا قبلتری خورده با عربستان داشت شکل میگیره، فلان مشخصا با جمهوری آذربایجان خیلی جدی داره شکل میگیره. من میخوام این دوتا رو توی یک سوال بپرسم که به نظر شما آیا اساسا جمهوری اسلامی دنبال این هست که بخواد یه جنگی را بندازه به خاطر که اگر نتونه با سرکوب جمع بکنه، این در واقع شکاف رو نتونه جمع بکنه، بخواد به واسطه یک جنگ این کار رو انجام بده، و اینکه آیا اساسا این که دوگانه آزادی امنیتی که جمهوری اسلامی راه انداخته، حالا فارغ از این که اصلا هیچ امنیتی هم دیگه وجود نداره، نه امنیت مالی هست نه امنیت جانی هست، خیلی از اینها خدشه دار شده، آیا اساسا این دوگانه درسته؟ یعنی اگه مردم به امید آزادی بخوان از جمهوری اسلامی عبور بکنن دوچار یک سوریه‌ای شدن میشن؟ اگر آقای دکتر زیارکنم شما بفرمایید. ببینید اون سوال مهمیه. این تجربه وجود داره در تاریخ بسیاری از کشورها، نظامها، رژیمها، رهبران وقتی که در داخل با بحرانهای عمیق روبرو شده اند، بحرانهای مردمی مقصودم است، برای اینکه افکار عمومی رو یه مقداری هل بدن به یه سمت دیگر و از صورت اصلی مسئله دورشون بکنن، اومدن یک بحران بیرون از مرزها درست کردن، حالا یا جنگ بوده یا به یک شکل دیگری بوده. این هست، فقط هم در ایران نبوده، خیلی از کشورهای دیگه هم اومدن یه همچی کارهایی کردن. جمهوری اسلامی خیلی خوشش میاد الان، یعنی منتها علیه آرزوشه که یه جور درگیری به وجود بیاید و به کمک اون درگیری، در پرتو اون درگیری، زیر سایه اون درگیری بیاد یه جوری احساسات ناسیونالیستی رو بپرورونه، باد بکنن، یه چیزی مثل جنگ با عراق، اون فضا، اون گفتمان، اون پارادایم، اون هر چیز میشه بذاریم، یه همچی وضعیتی به وجود بیاید. ولی سوال اگر آمدیم و درگیر شدیم با عربستان، اگر آمدیم و درگیر شدیم با آذربایجان، اگر درگیر شدیم با گینه بیساو، ریسک کردیم، قمار کردیم، روی 18 کارت کشیدیم، روی 17 کارت کشیدیم و اون فضا به وجود نیامد، اون جو به وجود نیامد، اون وقت چی؟ میدونی؟ اون وقت چی؟ من اگر میتونستم توصیه کنم به جمهوری اسلامی، توصیه میکردم که به هیچ وجه همچه قماری نکنید، به هیچ وجه همچه ریسکی نکنید، برای اینکه همون جوری که اونایی که توی تشییع جنازه قاسم سلیمانی اومده بودن نیستن، همونایی که رفتن راهپیمایی 40 2 میلیون 3 میلیون یادت یقتون داشتیم جر میدادیم که هل بدین جمعیت و برن راهپیمایی 40 نیستن، معلوم نیست کجا هستن. میگم با این قید که ممکنه فردا ظاهر بشن، ولی تا به الان تو این 2 ماه ظاهر نشدن، ممکنه که اون روحیه حماسی ملی که شما دنبالش هستین ظاهر نشه و خسر دنیا و آخرت بشین، از این ور رونده و از اون ور مونده. اون جنگر هم شروع کردید اینها، اما مستقل از این ملاحظه معتقدم که نه، جرأتشو ندارن که بیان یه همچین ریسکی بکنن و یه درگیری نظامی تو این شرایط به راه بیاندازن. بنابراین کاملا من اون رو احمد آقا منتفی میدونن. و سوال دوم هم میشه آقای دکتر پاسخ بدیم که به نظر شما اگر فردای براندازی یا فردای عبور از جمهوری اسلامی آیا ایران مشکلی که هست، من کارم مثل ایشون، مثل این بزرگوار که کارش تاریخ هستش و فرهنگ هستش و اینا، من کارم تاریخ تحولات ایران هستش. در ایران
در ایران تا به الان، تا به الان اینجوری بوده که حداقل تا 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 زمان تا زمان مرکزی سقوط کرده، تضعیف شده، جریانات گریز از مرکز تشکیل شدن. تو مشروطه قاجارها بالاخره تونسته بودن یه نمادی از وحدت ملی به وجود بیارن، ولی وقتی سقوط کردن در نتیجه انقلاب مشروطه، کشور رضا شاه تونست، بزرگترین خدمتی که کرد این بودش که این تیکه پاره ها رو شیخ خزعل رو سرکوب کرد، میرزا کوچیک خان سرکوب کرد، شیخ محمد خیابانی و نمیدونم اسماعیل خان سیمت خود، اینا رو همه رو از بین و دو مرتبه کشور رو یک پارچه کرد. منتها وقتی سقوط کرد شهریور 20، حکومت مرکزی دیگه خیلی تضعیف شده بود، جمهوری کردستان تشکیل شد، قاسم محمد و اینها در مهاباد، و اونم که به هر حال فرقه دموکرات نوه شیخ خزعل جاسب و اینها تو خوزستان. حالا دو مرتبه محمد رضا شاه پهلوی تو بعد از کودتای 28 مرداد تو 25 سال حاکمیت رو دو مرتبه حاکمیت رو تونست اعمال بکنه. وقتی سقوط کرد دیگه بعد از انقلاب یادمون میاد دیگه، کردستان چه وضعیتی پیدا کرده بود، سیستان و بلوچستان چه وضعیتی بود. این تاریخ ما این رو همواره نشون داده. میدونید چرا؟ واسه اینکه همیشه حکومت مرکز با سرکوب اجازه بدید برای اینکه همیشه حکومت مرکزی با سرکوب حکومت کرده. رضا شاه با سرکوب حکومت کرد، ناصرالدین شاه با سرکوب حکومت کرد، محمد رضا شاه پهلوی با سرکوب حکومت کرد، جمهوری اسلامی با سرکوب حکومت کرد. تو زاهدان الان چیکار دارن میکنن؟ تو کردستان چجوری دارن رفتار میکنن؟ ببینید همیشه اینجوری بوده. به همین خاطر هستش که یه همچی سناریوی ممکنه اگر حکومت مرکزی تضعیف بشه، ما دو مرتبه شاهد نیروهای گریز از مرکز باشیم. ممکنم اصلا این اتفاق نیفته، ولی در گذشته این اتفاق افتاده که هرگاه حکومت مرکزی نیروش کم بوده، ما شاهد گریز از مرکز بودیم. اما هیچ وقت نهایتا گریز از مرکزها به سوریه شدن ختم نشده تو همون تجربه تاریخ. برای اینکه یه قدرت مرکزی دو مرتبه ظاهر شده و اون قدرت مرکزی دو مرتبه در حقیقت آمده و به تمام این تیکه پاره ها رو دو مرتبه خواسته وحدت ببخشه. ببین سوریه رو بگیرم، میخوام بگم پس این بارم این شانس وجود داره که دوباره یک قدرت مرکزی. ببینید من میگم در گذشته اینجوری بوده، این یک نکته. نکته دیگه که در رابطه با سوریه هستش این هستش که در سوریه یه جنگ فرهنگی هم بود بین اخوان المسلمین، بین اینها و حالا اونایی که مذهبی نبودن. چیزی که آقای دکتر عطابکی به درستی اشاره کرد، خود شما گفتیم، دکتر عطابکی گفتیم، این بوده که برخلاف تصور خیلی ها، تعارض فرهنگی بین زنانی که میخوان همچنان چادر به سر داشته باشن و زنانی که میخوان روسریشون رو آتیش بزنن، تعارضی بینشون ما تا به الان ندیدیم. خوشبختانه نظام سعی کرده یه جورایی همچی تعارضی به وجود بیاید و خیلی سعی کرده بترسونه از این تعارض، ولی چنین تعارضی به وجود نیامده. ما تو اعتراضات خیابونی داریم میبینیم که خانمهایی که روسری برداشتن با خانمهایی که محجبه هستن با همدیگه دارن علیه نظام تظاهرات میکنن. این هم یکی دیگه از ویژگی های بسیار جالب این نهضت بوده تا به اینجا. ممنونم آقای دکتر عطابکی، ببخش شما خیلی خسته هم شدین، اما همین سوال آخرم این که به نظرتون جمهوری اسلامی به دنبال همین راه اندازی یک جنگ هست به خاطر اینکه بتونه در واقع اگه نه تو سرکوب ناکارآمد باشه به دنبال یک جنگ هست، و اینکه آیا اساساً فردای جمهوری اسلامی حالا به واسطه براندازی باشه، به واسطه گذار باشه، هر چیزی بخوام اسمش رو بگذاریم، آیا ایران قراره که سوریه‌ای بشه، اون چیزی که حالا تو دوگانه امنیت آزادی در واقع جریان‌های نزدیک به جمهوری اسلامی این رو تعریف می‌کنن؟
اجازه بدید بگم که ما در 43 سال گذشته چنین شرایطی رو نداشتیم، تجربه نکردیم که هم افزایی بحران داخلی و بحران خارجی داشته باشیم توامان و به این حد و به این شدت، هم در عرصه خارجی و هم در عرصه داخلی. این بسیار مهمه. در عرصه خارجی مسئله اوکراین، مسئله برجام از این دست، عرصه داخلی هم که تا به حال راجبش صحبت کرده بود. بنابراین این که نظام هایی از این دست تلاش میکنن به خاطر انحراف مبارزات دست بزنن به یک چالش هایی، تنش هایی بیرون از مرزها، خب دیدیم مقر احزاب کرد رو در شمال عراق بمباران کردن، مانور گذاشتن در جنوب، در شمال کشور از عرص گذاشتن و از این داستان ها و قیل قال های بلند. اما یک تفاوتی که داره اینه که باید یک بار دیگه ارباب قدرت بنشینن و بیاندیشن که چگونه میخوان با این مردم رو متقاعد کنن که پادکاب چنین تنش‌زایی هایی باشند. ببینید آقای بخشیته، ما این مسئله به شکل به جد مطرح امروزها، ما شاهد آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی هستیم. این واقعیته، نه تنها در مناطق مرزی، در مرکز و بالا بردن پرچم شیر و خورشید. یا اصلا تیم ملی ایران سرود جمهوری اسلامی رو سرود ملی جمهوری اسلامی رو نمیخونه. یعنی میگه این سرود من نیست، سرود ملی من نیست، تو اشغالگری اومدی کشور من اشغال کردی، این سرود توست و تو باید در حقیقت همون، بیشتر از این که به تهران و اصفهان و خوزستان دلبسته باشی، تو به مدینه و نجف و بصره یا از اینجا دلبسته هستی، تا به من دلبسته باشی. بنابراین به نظر من این داستان خیلی خیلی عمیق‌تر این وضعیتی که پیش آمده. و دیدم در توییتر یکی از در حقیقت مبشران نظریه های جمهوری اسلامی حتی پیشنهاد کرده بود که خب چه عیب داره پرچم شیر و خورشید حالا بیاریم وسط دیگه، حالا که به هیچ جای مشروطه بر نمیخوره. حتی تا این حد اندیشیدن که برای متقابل، یعنی در حقیقت یه نوعی تلطیف قلوب، پرچم شیر و خورشید رو بیارن، سردر مشروطه هم عدل مظفر رو ببرن بالا. خب اینها در حقیقت واقعیت روزمره ماست. نکته ای که در مورد سوریه شدن اشاره کردید بگم که من یک تحلیلی دارم، یک کاری کردم، چاپ شده به نام تنوع قومی و تمامیت ارضی در ایران و خب مفصل به این داستان پرداختم از 1500 به این طرف که چرا به خاطر جابجایی جمعیت، ترکیب جابجایی پایتخت، ترکیب جمعیت، مسئله متعامل فرهنگی، فاکتورهای متعددی رو شمردم که این تمامیت ارضی چگونه تمامیت ارضیه. بنابراین من با خانشی که اشاره‌ای که دکتر زیبا کلام کردن راجع به تاریخ معاصر موافق نیستم، همدل نیستم. یعنی داستان فرقه دموکرات، جمهوری مهاباد یا حتی پیشتر، داستان این نبود که مردم در حقیقت آمدن و نظام خاص خودشون رو دارن در اون مناطق، دارن در حقیقت میگن اگر اون جنگ سرد و نبرد استالینگراد و امتیاز نفت و از این داستان نبود، تبریز آب از آب تکون نمیخورد. مشکلات عدیده‌ای هم داشت البته، ولی این مشکلات عدیده بیشتر از جاهای دیگه نبود و نمیرفتن پای اینکه فرقه دموکرات آذربایجان بره یک شبه خودش رو اونجا بلند کنه و بذاره و یک سال حکومت در حقیقت خودمختار برای خودش اونجا تعیین کنه. نه، به نظر من این عوامل بیگانه، این عوامل بیرونی رو باید به دیده گرفت. مخلص کلام این که من آینده‌ای برای سوریه شدن ایران نمیبینم. چرا؟ به خاطر ترکیب جمعیتی ایران، تاریخ ایران، جغرافیای سیاسی ایران، فرهنگ ایران، تمام اینها رو اگر شما کنار هم دیگه بذارید، ایران بذائت سوریه شدن نداره. اما آنچه که داره، بذائت بسیار بسیار داره که یک حکومت قاهری با اعمال چنین سیاست‌هایی این کشور رو به فروپاشی اقتصادی و اجتماعی بکشه.
که حاصل اون فروپاشی اقتصادی اجتماعی خدا میدونه چه خواهد شد، حاصل یک نوع بحران محیط زیستی خدا میدونه چه خواهد شد. وقتی که شما ببینید این جابجایی جمعیت رو نگاه کنید، این در حقیقت توازن زبانی، توازن قومی به هم بخوره در ایران، بخواید اینها رو در نظر بگیرید، خدا میدونه آینده ایران چه خواهد بود. بنابراین به نظر من آنهایی که در حقیقت دل سپرده یا دل مشغول تمامیت ارضی ایران هستند، باید آرزو داشته باشند که جنبشی که امروز جاریه به ثمر بریشینه و نقطه پایانی بر این حکومت بذاره و حکومتی بذاره که براش مهمتر از هر چیزی تمامیت ارضی باشه، نه دمشق، نه حلب، نه مدینه و نه مکه. ممنونم. من قلبا واقعا ارادت دارم هم خدمت استاد بزرگوارم جناب دکتر زیبا کلام و هم خدمت جناب دکتر عطاوکی، و واقعا لذت بردم از گفتگویی که امشب بود. اولش خب با انتقاد شروع شد، اما اگر که برایند رو نگاه بکنیم و گفتگوهای پیشتر رو هم نگاه بکنیم، آن چیزی که هر دو استاد بزرگوار من تأکید دارن، بحث عبور از استبداد دینی هستش، رسیدن به آزادی هستش، رسیدن به دموکراسی هست، و امیدوارم که این اتفاق با یک رویکرد خیلی خوب، سازنده و با کمترین تلفات روزی در آینده ایران رقم بخوره. خیلی سپاسگزارم از شما. ببخشید که این بحث خیلی طولانی شد و در تهران که خب دیر وقتم هست، آقای دکتر هم خیلی اذیت شدن. اگر نکته‌ای برای جمع‌بندی هست بفرمایید و بعد خب این برنامه رو تموم بکنید. نه، من پاسخ این که امکانش هست ایران سوریه بشه یا اون اتفاقاتی که در گذشته می افتاده وقتی حکومت مرکزی تأسیس می شده، من معتقدم که مثل واکسن که شما وقتی می زنی دیگه اون بیماری رو نمی گیری، من اتفاقا معتقدم که تنها ابزاری که کشورهای دیگر، جوامع دیگر نشون دادن که جلوی سوریه شدن رو می گیره، جلوی تجزیه کشور رو میگیره، سرنیزه نیست، فقط و فقط آزادی و دموکراسی است. کشورهایی که رفتن به سمت سوی آزادی و دموکراسی، به نظر من جنگ داخلی به وجود نیامده، مسائل قومیتی به وجود نیامده، اتنیسیتی به وجود نیامده، و متاسفانه تنها چیزی که در ایران مدرن ظرف 100 سال گذشته حاکم نبوده، نه در زاهدان، نه در آذربایجان، نه در خوزستان و نه در کردستان، دموکراسی بوده، آزادی بوده. شاید اگر روزی آزادی و دموکراسی تو سیستان و بلوچستان، تو آذربایجان، تو خوزستان، تو کردستان حاکم بشه، ما خواهیم دیدیش که اصلا تنها چیزی که ما رو تهدید نمی‌کنه این استش که اونجاها چه می‌دونم بخوان جدا بشن، بخوان تجزیه بشن، بخوان خود مختار بشن. ولی وقتی شما یه حکومت مرکزی داری که به جز سرکوب و سرکوب و سرکوب هنر دیگری نداره، نمی‌دونم چجوری میشه به اصطلاح امیدوار بود که هیچ مشکلی به وجود نمیآید. آب الان که دموکراسی تو اینجا حاکم نبوده، آزادی تو اینجا حاکم نبوده. عرض دیگری ندارم. ممنونم آقای دکتر عطاوکی. من سپاسگزار شما هستم به دل به جان، به خاطر اینکه شما صبورانه این حرفا رو در حقیقت مدیریت کردید، این گفتگو رو. همینطور جناب دکتر زیبا کلام که نوعی رفتار دیکتاتور مآبانی من رو به بزرگواری خودش ما از شما عذرخواهی کردیم دیگه آقای دکتر، ببخشید، به بزرگی خودتون ببخشید. و امیدوارم، واقعا امیدوارم که مخاطبان شما پای این بعد از این صحبت خب بالاخره حرفی شنیده باشن که به قول معروف به کار میاد. اگر چون انشالله کلاهمون این بالا. سپاسگزار شما.